بینندگان عزیز سلام، امیدوارم تا این لحظه رو به خوبی و خوشی پشت سر گذاشته باشید و اوقاتی رو که امروز چهارشنبه ششم ماه نوامبر سال 2013 میلادی و برابر با 15 آبان ماه 1392 هجری شمسی با هم هستیم، اوقات بهتری رو بتونیم پیش رو داشته باشیم، اون هم به وسیله اینکه با هم گل بگیم و گل بشنویم، ایمیل میزنیم، ایمیل منطقی بزنیم، پیام میذاریم، پیام های منطقی بزنیم. در صورت همین الان برای یکی از دوستان پیام گذاشتم، گفتم که به نظر میرسه که شما این موادی که رفتی ایران خریدی و اینها خیلی خوب نبوده، عوضش کن، یه چیزای جدید استعمال کن. توجه نمیکنن تا یه شماره تلفنی رو میبینن زنگ میزنن و میخوان بدون منطق صحبت کنن، در صورتی که توی برنامه گفته شده، برنامه آوا، اینها هر از 3-4 هفته ای پیام ها و ایمیل هایی رو که بینندگان ارسال میکنن بهش پاسخ میدن. کار منطقی هم هست و مثل برنامه های دیگه هی به قول معروف زر و زر شما صدای زنگ تلفن رو نمیشنوید و از طرفی برنامه به یک راه و سمت و سوی درست و حسابی میره. خیلی از شماها در این یک هفته گذشته، چند روز گذشته زنگ زدید و از برنامه بسیار خوب آقای بهزاد علی شاهی در رابطه با مجاهدین که چرا اینها فرقه هستند و نمیشه بهشون گفت سازمان تعریف کردید و این دوستان هم بران شدند که از این به بعد سعی کنند برنامه ها رو به این صورت، یک هفته درباره یک موضوع خاص، کسی که متخصص اون موضوع هست بیاد و صحبت کنه و هفته دیگه. من نمیدونم، من الان تلفن رو باز بله، این همون دوستمون هست که 10 بار زنگ زده و صداشم آشنان، قبلا هم زنگ میزد و اینها و قبلا هم ازش دعوت کردم. چیزی که هست یا از این تلفن‌های گوگل و اینها دارن و یا اینکه کلاً آدم بی‌منطقی هست و نمیتونه صحبت کنه و فقط در تاریکی وای میسه و به ماشینایی که با چراغ دارن میرن با چراغ روشن سنگ میندازه. دوست عزیز، به همون تلویزیونی که شما گفتی تلویزیون خوبی هست و جواب همه رو میده زنگ بزن، در همون برنامه بسیار عالی اون دوستمون صحبتاتو بکن. این که خیلی ساده است، چرا انقدر سخت میگیری به خودت؟ سخت نگی. یه نفر از من خواست که در تلویزیون مردم برنامه بذاره، گفتم باشه هیچ مشکلی نیست و اینها. گفت من چون با تکنولوژی آشنا نیستم، این ضبط و فلان اینها، ترجیح میدم که ضبط کنم ویدیو رو و برای شما ارسال کنم. گفتم باشه، اونم اشکالی نداره، تازه اونجوری هم برای من راحت تره، هم برای شما ارزون تر میشه. ایشون گفت که من باید به یه نفر ویدیو من، آمریکایی‌ها ویدیو من میگن، ویدیوگرافر میگن، بگم تا این کار رو انجام بده. گفتم خب هر جور که خودتون صلاح میدونی. در اون منطقه‌ای که هستن ایشون با یک کسی که آشنا بوده و قبلا هم باهاش کار کرده و اینها تماس گرفته و اون شخص بهش گفته خب حالا این ویدیو رو برای کجا میخوای؟ گفته که برای تلویزیون مردم. گفته او برای سوربی؟ گفته بله. گفته او این بنده خودم حالا یا به شوخی یا هر چی گفته آقا چی شد؟ زمین خوردی؟ دردت گرفت؟ چی شد؟ از چی می... بعد برای من تعریف میکرد که آقا اینها چقدر ابلهن، ممکنه با شما خب اختلاف عقیده داشته باشه ولی بیچاره این یه کاره، شما بیا کار انجام بده و بعد داری برای من انجام میدی که منو سالها میشناسی. در صورت دوستان کارمون خیلی خرابه، از اینکه رو فیسبوک بریم یه چیزی بذاریم، بیایم اسم خلیج فارس رو عوض کنیم، اسم خلیج عرب رو اینجوری بذاریم، اینها فایده نداره. الان که با شما صحبت میکنم این آقا شماره تلفنش هم براتون میگم، هی زر رو زر زنگ میزنه، آقا من الان برنامه رو شروع کردم، شما چی میخوای بگی؟ من با شما صحبتی ندارم، شما اگه صحبتی داری قشنگ برنامه بگی، بیا صحبت کن، اینجا پولیه، برو تو اون تلویزیون مجانی صحبت کن، برو آقا، برو دنبال کار، برو بذار هوا بیاد. توی فیسبوک حالا که اسم خلیج فارس و اینها اومد، آقای سعید کاووسی دیروز یا دیشب نوشته بودن که ایشون پیشنهاد میکنه که اسامی خیابانهایی رو که در ایران
سفارت های چیز داخلش هست، کشورهای عربی عوض کنن. و اجازه بدین من این روی نگاهی بکنم ببینم که، چون برنامه دو روز قبل ضبط نشده بود و شما منو اینجا بیچاره کردید. در هر صورت این نشون میده که داره ضبط میشه و همه چیز داره درست کار میکنه. لطف کنید شما هم اگر این برنامه را از هر جایی میبینید، ما امروز یک کمی هم به قول دوستمون کوالیتر رو آوردیم پایین تا صدا و تصویر و اینها برای اونهایی که اینترنت هاشون ضعیفتر هست قابل دیدن و شنیدن باشه. سلام، بله، درود ورود کاکو سوربی. صدا و تصویر از جی ال ویز خوبه. راستی جی ال ویز با همون کیفیت مردم تیوی پخش میکنه. خوبیش اینه که به جای فلش پلیر یا ویندوز، میدیا پلیر از سیلور لایت استفاده میکنه. شاد باشید. ممنونم. درود خروج. آقای امین عزیز از ایران، ملتی که از اروپا هی میگین تلویزیون ها برنامه هاشون صداشون قطع و وصل میشه، اینترنتاتون یا مال همسایه است یا دیگه اینترنت از این ضعیفتر نبوده، یا اینترنت های مجانیه که آپارتمان ها بهتون میدن، یا اینترنت مال مکدونالد روبرو خیابون اونوریه، اونی هم که نوشته آقا اینجا که میای کافی میخوری اینترنت مجانیه. برای یه سی فوت، برای سی فوت میشه چقدر؟ 10 متر، 30 تا 30 تا میشه 9 متر. برای 9 متر شما این ور خیابونی هی قطع میشه، هی وصل میشه. اون مکدونالد هم نمیفهمه، میگه آقا این که پول قهوه نداده، چجوری داره استفاده میکنه؟ هی قطع میشه و وصل میشه. در اصل دوستان ایرانی یک کمی پولا اون وقتا میگفتن کفن که جیب نداره، این همه پولا بخواییم کجا ببریم. یه دوستی من که شیرازی هم هست میگفت یکی از این همشاگردی های تهرونیش آمده و ریونیون گذاشته و از هر کسی به اصطلاح پول گرفته. میگم من نمیدونم اینا این پولا رو برای چی میخوان. طرف خونش اینقدر هست و اینا، گفتم بابا جون همین جوری پول در آورده که تونسته خونه اینقدی داشته باشه و اونجوری زندگی کنه. در هر صورت دوستان عزیز یادتون باشه کفن که جیب نداره. این روزا که دیگه توی آمریکا ممکنه بعضی از این قبرستونا اجازه ندن حتی شما با کفن دفن بشی، یا بعضی ها تصمیم میگیرن خودشون رو بسوزونن. برگردیم سراغ آقای سعید کاووسی. ایشون پیشنهاد کرده بود در فیسبوکش، من اولا نمیدونم فیسبوک ایشون چند تا بیننده داره، که اسامی خیابونهایی رو که توی تهران، چون فکر کنم فقط توی تهران هست که سفارتخونه های کشورهای عربی هست، همه رو عوض کنیم به، یا اگه همشون توی خیابونن اسم اون خیابون رو بذاریم مثلا خلیج فارس، که اینها مجبور بشن وقتی میخوان نامه نگاری کنن برای سفارتخونه هاشون یا بسته هایی رو بفرستن، از کلمه خلیج فارس استفاده کنن تا توی سر پوکشون فرو بره. شما ببینید، اولا این رو چند ساله که دیگران پیشنهاد کردن، من برای آقای کاووسی نوشتم بابا این رو چند سال گفتن و عملی نشده. بعد حالا اگر 4 تا سفارت تو این خیابون باشه، 400 سفارت تو اون خیابون، دوتاش بزنیم خلیج فارس، یکیش خلیج فارس 1، یکیش خلیج فارس 2، بعد به نظر میرسه که شما دوستان آقای کاووسی و دوستانی که مثل ماهی خانم فوری از آب میخواستن بپرن بیرون و ناراحت شدن و خیلی اکسایدد شدن. تازه من میگم don't get excited، calm down. شما که ورزش میکنی خانم ماهی خانم باید بتونی خونسرد باشی، refrain from violent behavior. در هست خیابونا به اصطلاح ایمیل و اینها آمده جای نامه نگاری رو گرفته. اونایی که سفارت دارن احتمالا سیستمای خودشون به چیز به صورت نتورک با ساتلایت و اینها چی میکنن. حالا گیرم در ماه 2 قطعی هم بخوان کاغذهای فرمی رو بفرستن که برای من و شمای بدبخت ایرانی که میخوایم بریم کشورهای عربی مثلا برای ویزا اونو پر کنیم. خب ما ایرانیایی که اگر یه نفر 100 تومن به اون بده جاسوسی میکنیم، خیانت میکنیم، این همینجوری داره زنگ میزنه، کاری نداره من چی میگم، گوشی رو گرفته دستش زنگ میزنه، برو عزیزم برو به آقای فلانی زنگ بزن، برو
امروز صبح با ایشون صحبت کردم، سلام من رو هم بهش برسون. در اصل اینها میان میگن ماکسیمومش، اگه خیلی اونجوری که شما میگی نخوان اسم خلیج فارس رو به کار ببرن، میرن یه نفر تو خیابون مثلا جردن پیدا میکنن، یه خیابون الیزابت، خیابون کشاورز پیدا میکنن، میگن ما نامه هامونو میفرستیم به شما، شما مثل بچه آدم اینا رو هر روز ببر بذادم سفارت. دوست عزیز، اولا آقای کاووسی اینجا داره دقیقا دروغ میگه و به شوخی، چون میدونه حریف من نیست، ردش میخواد بکنه و رفع و رجوش کنه. دیدید که نوشته بود من 80 سال پیش این رو در فیسبوک گذاشتم. ولی شما مایی خانمی که وقتی هم آقای کاووسی برنامه داشت، بدونی که برنامه رو ببینی، داشتی رانندگی میکردی، زنگ میزدی، چه فرقی داری با حزب اللهی؟ شما همونقدر تعصب داری در رابطه با آقای کاووسی که اون حزب اللهی 13-14 ساله در رابطه با خمینی و اسلام داشت. چیزی که از شما الان اومدی اینجا ابروتو برمیداری، ابروتو نمیدونم تتوک میکنی و ورزش میکنی، فکر میکنی جلوتر از اونا هستی. نیستی عزیزم. هر وقت دوست داشتی بیا با هم صحبت کنیم، ما باید با هم صحبت کنیم. صحبت کردنامون خوب نبوده، هی داد زدیم، فریاد زدیم، بدونی که بریم ببینیم که آیا کسی دیگه هم اینو گفته، سوربی داره درست میگه یا فلان، شدیم شعبون بیمخ آقای سعید کاووسی، میخوایم بریم یه چماق بزنیم تو سر سوربی. آقا سعید کاووسی با من دوسته، ما روزی 10 تا به غیر از فیسبوک با ایمیل و این ور و بر برای هم چیز می‌نویسیم. شما این مطلب رو من به اون گفتم، اونم جوابش که داد یعنی چی؟ یعنی آه هیچی نگو، من کارم اینه که از نوشته های دیگران ننویستم شعر، برم کاپی و پیست کنم بزنم. نه فقط تنها آقای کاووسی هست، خیلی ها این کارو میکنن و نمیدونم کار درستی هست یا نیست. در هر صورت بله، این آقا 47 ثانیه، 41 ثانیه، 26 ثانیه، 34 ثانیه، 15 ثانیه همینجوری داره مسیج میذاره و من حالا براتون مسیج ها رو نشون میدم. شماره تلفنش هم هست 647-608-09-096. من اولا فکر کردم از نیوزلند هست چون ایریا کده یا کانتری کد، کانتری کده نیوزلند 64 هست. نه ایشون به نظر میرسه از یه جایی تو همون آمریکا هم هست و یه مدت هم نبودش. اینا معمولا کسانی هستن که درست سنگ مجاهدین رو به سینه میزنن، ولی همونایی هستن که بیچاره مسعود رجبی میگه اینها مفتخورن و فقط فعلا دارن به عنوان هوادار دنبال ما میدون که اگر یه وقتی فردا ما یه کاری شدیم بگن نگاه کن ما 30 دلار کمک کردم، 100 دلار کمک کردم، 10 تام فوش دادم به فلان تلویزیون. برنامه آقای بهزاد علی شاهی بوده، تاریخ روش هست، اسم روش هست، هم من صحبت کردم، همون آقا صحبت کرده، گفتیم 3-4 هفته یک بار میان پاسخ میدن. چقدر یک نفر نادان، همین نفری که برای شطور استفاده میکنن، چقدر یک نفر احمق باشه. آقا شما زنگ میزنی میبینی جواب نمیدن، زنگ میزنی میبینی جواب نمیدن، زنگ میزنی میبینی جواب ندارن. خب جونت بالا بیاد پیام بذار، یه پیام گذاشت که برو دنبال کارت، بگو شماره من اینه، با من تماس بگیرید. اگر طرف دلش خواست باهات تماس میگیره. اگر دید شما همون احمقی هستی که اول سلام میکنی بعدن دو تا مسیج که میذاری فوش میدی، باهات تماس نمیگیره. این آزادی رو شما تو آمریکا هم میخوای از من بگیری؟ حالا من این پیام‌ها رو برای آقای فلانی دوستمونم میفرستم که اون ببینه چرا امروز تلویزیونش داره ورشکسته میشه. از اون ور داره به یه مشتی سیاست باز، نه سیاست مدار، نه سیاسی، نه فعال، از اون ور داره به یه مشتی سیاست باز برنامه مجانی میده، اونام هی میان. تنها لطفی که در حقش میکنن اینه که از شما میخوان که به اون کمک کنه. خودش بیچاره اون روز داشت میگفت یه نامه نوشت، طرف داد دست بچهش، برو از قصابی به اون نشونی که دیگه به خودم قرض نمیدی یک کیلو گوشت بده به پسرم. خب اینا اگه کسی بهشون پول میداد میمدن از شما برنامه میخریدن. مثل که آقای محیط قشنگ میاد اعلام میکنه اینقدر از فلانجا، اینقدر از فلانجا، بعدم چیز میکنه. عزیز من تو کی میخوای عاقل بشی؟ آقای اسماعیل نوری علا و اون آقای حسین برو اینها،
اینا آدمایی هستن که از کشته شدن و اعدام شدن و جریانات دیگه فقط سوء استفاده میکنن، از این تلویزیونن تو اون تلویزیونن، از اون تلویزیونن تو اون تلویزیونن. به همین خاطر هم میگن ما پول به تلویزیون نمیدیم، تازه باید اونا به ما یه پولی بدن. اینه ولی الان فکر میکنی شما زرنگتر از من هستی، شما زرنگتر از دیگران هستی که اینا تو تلویزیون هستن. نه از اینا یه مش مفخورم. ما گفتیم حرف مفت دیگه بسه، هر کسی حرفی برای گفتن داره، وقت براش میذاره، پول براش میذاره، بیاد صحبت کنه. اون وقت مردم تصمیم میگیرن که حرف این آقایون مثل دیگران مفته یا مثل آقای محیط نشسته قشنگ مثل کلاس دانشگاه کتاب رو نوشته، کتاب یکی دیگر آورده داره میخونه، برای دانشجوهاش تعبیر میکنه، تفسیر میکنه، توضیح میده، اونا هم پیگیرشن. باور کنید من صبح یه شنبه یک مکافاتی دارم اینجا، صبح زود مجبورم بیام نصف کاری که دیشب انجام دادم شنبه شب باقیشو انجام بدم که این دوستان از تو اروپا، از ایران، از اینجا من رو به اصطلاح پوستم رو نکنن. چی شد آقا برنامه آقای محیط؟ چی شد برنامه آقای محیط؟ از اون برم برید ببینید، به غیر از اینکه چند تا وبسایت مختلف اینا رو ور میداره و پخش میکنه، ببینید تعداد بیننده هاشم چقدر. هر دو هفته ایم یه بار کمک های مالی که بهش میرسه حساب کنی، اون وقت ببین شما زرنگی که هر روز میای میشینی جلو تلویزیون شنبه و یه شنبه و فلان و اینا، وقت میدی به وزیری که میگه من دو سال تو ایران بودم، زندان بودم، بعد آقا بهش میگه شما زندان بودی، میگه نه من نگفتم زندان بودم. خب یا دروغگوه یا دیگه فراموشی بهش دست داده. اگه فراموشی بهش دست داده بنده خدا رو دیگه اذیت نکن، بذار بره دنبال زندگیش. اگر دروغگوه، شما همه افتخار دینه که یه دروغگو رو آوردی تلویزیونه فقط به این دلیل که وزیر بوده، اونم وزیر شاهی بوده که مملکت رو به اینجا رسون. ببخشید میگن مورچه چیه که کل پاچهش چی باشه، شاه چی بود که وزیراش چی باشن و چی باشن. خب شهرام همایون ممنونم از شما. میدونید من از آقای همایون خیلی ایراد میگیرم، همیشه هم گفتم خیلی کاسب کار خوبیه تو کارهای تلویزیونی اینا، بلده چجوری پول از دست شماها بگیره. ولی دوستان برای من نوشته بودن، پیام فرستادن که آقای شهرام همایون توی برنامه‌هاش داشته از بیننده‌ها میخواسته که به تلویزیونایی که دوست دارن حمایت کنه. گفته شما تلویزیون اندیشه رو دوست داری کمک کن، تلویزیون مردم رو دوست داری کمک کن. همین قدم که ایشون گفته من ممنونم. این حرف رو هم من بارها زدم، گفتم که نگید 70 تا تلویزیون ما 70 دلار اگه بخوایم بدیم میشه 700 دلار، 70 تا 10 دلار بخوایم بدیم میشه 700 دلار. اون فقط دارید بهانه میارید که از زیر بار مسئولیت در برید. مثل این شما بگید 100 تا روزنامه است، من که نمیتونم 100 تاشو بخونم. نه عزیز من، شما اونی که میخونی بابتش پول بده، اونی که میری نگاه میکنی کمک کن، حمایت کن تا این تلویزیون ها مستقل باشن، رو پای خودشون وایس. صحبت از تلویزیون شد. این آقای حسن فیروزی یه دارویی رو درست کرده بود تو تلویزیون آپادانا تعریف میکرد و اینها، و من با ایشون تماس گرفتم. به غیر از این که من 2 سال آگهی هاشون رو پخش میکنم اینها، بهشون گفت آقای داروه چیه، ما پادر داریم اینها. گفت آقا مفصلها رو تمیز میکنم اینها. لطف کردن و دیروز 2 تا از این بسته ها رو فرستادن با یه چیزی مثل نمک پاش که تو این حالا دیگه دوا توشه، دوا پاش. و من توی این فکر هستم اگه یه وقت بشه، چون ایشون گفت من به آپادانا قول دادم که به اصطلاح اونها فروش انحصاری رو داشته باشن، اجازه بدید که من قولم رو نگه دارم. گفتم باشه، ای کاش همه ما ایرانی‌ها اینجوری به ای قولامون متعهد بودیم. بعد لطف کردن یک DVD که برنامه بوده که توی 70 سالگیشون به اصطلاح توی جشن توی سازمان بنیاد مهرگان اجرا کردن و اینها، که اون رو از دیروز تا حالا گذاشتم و خیلی تلفن گرفتم که شماها اشکتون در آمده. خود من هم باور کنید اینجا زار زار گریه کردم وقتی که حال ایشون رو دیدم. باور کنید نه به این خاطر که چگونه مادرش از پدرش جدا شده، چه سختی های کشیده، به این خاطر که وقتی راجع به افرادی صحبت میکرد که عموش رو کشتن، با اون انسانیت و با اون محبت میگفت اینها هم بدبختن، اینها هم برای عقیدهشون. مادرش رو میگفت مادر من به خاطر عقیدهش فرزندش رو ول کرده، پدر من به خاطر عقیدهش همسرش رو، زنش رو، مادر ایشون رو ول کرده. 2 ساعت فیلم
من امروز بعد از برنامه آقای بابک هروی اون رو براتون میذارم، اگر دوست داشتید میتونم براتون اون فیلم رو هم بفرستم داشته باشید. و یه چیز جالبی که دیروز دیدم توی اون بسته، نه تا اول اینی که دیدم من فکر کردم ایداد بیداد از اون نوارهای VHS، گفتم دیگه کی حالا میتونه اینا رو درست کنه، باید برم زیر زمین دستگاه رو بیارم بذارم تبدیل. بازش که کردم دیدم چقدر قشنگ بالاخره ایرانی ها آمدن 9 تا. ببینید نگاه کنید اینجا نوشته ویژه برنامه های تلویزیون اندیشه، توی پرانتز نسیم شما، موضوع اختلاف میان اسلام و بهائیت و امام زمان، میزبان فرامرز فروزنده با به اصطلاح مجریان هم یا مهمانان اصلا نوشتن یا نداره، حمید میرزاواسی، حسن فیروزی و عرفان ثابتی. 9 تا DVD هست، شماره تلفنشون اینجا هست، وبسایت مهرگان فاندیشن پشتش هست. و این DVD ها رو من کمتر دیدم که دوستان ایرانی وقتی DVD میزنن به این مرتبی به این قشنگی درست کرده باشن. این رو تعداد زیادی هم نفرستادن، یه دونه فرستادن، ولی من چون اینجا همه چی دیجیتال هست این رو به صورت دیجیتال ضبط میکنم. اگر کسی از شماها مایل هست که برنامه های حسن فیروزی در تلویزیون اندیشه رو داشته باشه یا برای کسی کادو بفرسته یا مجانی حتی، من براتون میفرستم، چون من باورم اینی که کتاب و ویدیو و اینها رو باید به اصطلاح به دیگران هم اجازه داد. حالا این دوستمون هی تلفنش رو قفل میکنه، هی تلفنش رو انقفل میکنه، من اگه بخوام جواب بدم چه قفل باشه چه سه قفله باشه چه فلان جواب میدم، اگرم نخوام جواب بدم شما دم درم که در بزنی من جواب نمیدم، برو دنبال کارت، برو به همون کسی که ولی خیلی خوبه اتفاقا افرادی مثل شما وقتی این پیام ها رو میذارن، من برای دوستان در کانون آوا میذارم، میگم ببینید نشون به داره نشون میدن که چه آتشی در تنبان اینا افتاده، تنبون درسته یا تنبان در اصلاب نمیدونم. دوست عزیز یک کمی با خودت مدارا کن. آقای اجلالی اون روز حرف خوبی میزد، نگفت امیدوارم خدا شفاتون بده، من به خدا باور ندارم، امیدوارم خودت به خودت کمک کنی. مثلا این شهردار کانادا معتاد کرک میکشه و اینها، هر چی بهش همین میگفتن آقا چیت کردی، من میگم نه ویدیو رو بیار نگاه کنی من فلان اینا، حالا دیروز تا حالا افتاده به شکر خوردن و اینها. نکنید، یه کاری نکنید برسید به جایی که به شکر خوردن برسید. بهتون گفتم ششم آگوست من یکی از همین دوستانی که مثل شما، اونم خلبان بود تو همین منطقه بود، هوادار مجاهدین بود، بردم دادگاه، ای کاش یه عکسی بغل دست ایشون وایساده بودم گرفته بودم، شما رنگ صورت ایشون رو میدید، با مرده با میت هیچ فرقی نمیکنه. مرده های آمریکایی رو نمیگم، مرده های آمریکایی رو آرایش میکنه. جواب بدم به این دوستمون؟ نه، بذارید زنگ بزنه، بذارید 2 ساعت به جایی که بشینه یاد بگیره گوشی تلفن دم گوشش باشه، امیدوارم تلفنش از این تلفن‌های 20 نباشه، چون اینا مثل مایکروویو، مایکروویو یعنی اون موج‌های خیلی کوچیک و بود چیز میزنه، شاید به خاطر همینه که مغزش داغون شده. در اصل دوست نازنینم، هر وقت دوست داشتی به من زنگ بزن، پیام بزن، بگو شماره من، چون من هر وقت زنگ می‌زنم میره رو مسیج برای پیامگیری، براتم مسیج گذاشتم، بگو که شماره‌ای که میتونی به من دسترسی پیدا کنی اینه، یا من میام با اسکایپ با هم صحبت میکنم، شما مهمون برنامه من باش. آقا اونا پول میدن میلیون دلار هر هفته، شما مجانی بیا مخالفت اونا حرف، مخالف اونا حرف بزن. از این بهتر برو تو تلویزیون مجاهدین صحبت، از این بهتر برو تو تلویزیون اون دوست مشترک اون صحبت، برو عزیزم برو، خدا شفاعت بده. ممنون از آقای شهرام همایون، ولی یادت باشه آقای شهرام همایون چون تعریف کردی اگه یه وقتم کار اشتباه بکنی میان میگیم این کارت اشتباهه، این کارت درست نیست، و طبق معمول روزهای جمعه یقه رادیو تلویزیون های دیگر رو میگیریم. و اما مراسم 13 آبان در تهران اجرا شد، عکسایی هم هست بهتون نشون میدم. و دیروز مهمترین چیزی که در آمریکا بود این انتخابات بود که در بعضی از استانها، در بعضی از شهرها، مثلا در نیویورک انتخابات بود برای شهردار،
در اینجا در ویرجینیا انتخابات بود برای فرماندار. من به اینا میگفتم استاندار. آقای مختار یه دفعه گفت که فرماندار درسته برای این ایالات متحده، اینها فرماندار. گفتم والا اینها شاه هستند و رئیس جمهور شاهنشاهه. ما آدم های بدبختی بودیم، شاهنشاهمون فارسی بلد نبود. آقاش تو شاه نداری که شاه شاهان باشی، میذاشتی اون چیزایی که هستن استاندارا اسم اونها رو میکردی شاه، اسم خودت هم میذاشتی شاهنشاه. نه که من شاهنشاه هم، بعد میگن شاهات کجا توی پاسور و توی نمیدونم ورق بازی و اینها. خب آقای حسن فیروزی این دو ساعتی که صحبت میکنه، اولا ماشاءالله من فکر میکردم خود ماها بله میتونیم یه نفر رو بشونیم مثلا 15 دقیقه 30 دقیقه به حرفمون گوش کنه. دو ساعت منو میخکوب کرده بود. فیلمی رو که یه بار دیگه یه قسمتایش دیده بودم، شنیده بودم که این داستانا رو توی منزلشون هم فیلم برداری کرده بودن، ولی جالبه بچه هاش میخواستن این رو سورپرایز کنن، این با این برنامه اونها رو سورپرایز کرد. و توی این برنامه چقدر قشنگ میگه من دیگه امروز از خانمم هم نمیترسم، بعد میگه قبلا از دکتر هولاکویی میترسیدم، امروز از دکتر هولاکویی هم نمیترسم. دوستان دیگه‌شون هم اسم میبره و اینها با یک شیرینی با یک جذابیت خاصی صحبت میکنه. حتما این فیلم رو که بعد از برنامه زنده آقای بابک هروی خبربین براتون میذارم ببینید. حسن فیروزی و باورهای ما، البته اسم اون برنامه رو گذاشته فراز و نشیب‌های زندگی. این هست دیگه، بله، بنیاد مهران یک DVD هست، دو ساعت خورده. این رو من الان تو کامپیوترمون دارم، هر کسی خواست میتونم براش به صورت دیجیتال بفرستم با ایمیل، قشنگ تو کامپیوترتون ضبط کنید، DVD برن کنید، برید نگاه کنید، یا حتی اگه خواستید میتونید اینها رو خریداری کنید. این یه دونه ویدیو DVD، اینم 9 تا 10 تا، اگه یک کسی دوتاشو با هم بخره که دیگه چه بهتر، نور علی نور. اگرم نه تک تک بالاخره چیز میکنید. در صورت ممنونم، باز ممنونم از اون دوست عزیزی که با وجودی که با من اختلاف داره به اصطلاح، ولی دید که وقتی به من زنگ زد و من براش اون کار رو انجام دادم، منظم مرتب بدقولی نکردم و اینها، ایشون هم لطف کرد و 75 دلار فرستاد. مهمتر از اون 75 دلار کارت بسیار زیبایی بود که من این کارت رو گذاشتم اینجا که آرشیف کنم، بایگانی نگه دارم. مرسی، به امید دیدارتون اینجا. و ما باید برسیم به یه جایی که قبول کنیم آقا این فلانی مخالف من هست ولی دشمن من نیست، و گهگاهی هم حرفایی که میزنه درسته، اون درستا رو استفاده کنم. شما مخالف من هستی، دشمن من نیستی. ماهی خانم، منم ممکنه مخالف شما باشم در عبادت کردن و سجده کردن با آقای کاووسی، ولی دشمنت که نیستم که حالا مشتات رو گره کردی میخوای بیان ما رو بزنی. He's not available at that time on the 20th. Okay, merci. Okay, خیلی ممنون. دارم دنبال یک نویسنده میگردم که باهاش مصاحبه کنم برای روز 20. این کسی که به اصطلاح برنامه هاش رو ردیف میکنه نوشته که توی اون تاریخ available نیست. حالا ما ممکنه مثلا 21 هم که پنج شنبه هست برنامه بذاریم، به خاطر اون به قول معروف یک برنامه اونجا یادتونه میگفت فوق العاده توی روزنامه های کیهان و اینها وقتی چاپ میکردن. Yes, فیروزی story is interesting. این دوستمون داریوش نوشته که داستان فیروزی داستان جالبیه. ببینید این داستانه تو خیلی خانواده ها بوده، ولی کسی که جرأت کنه بیاد این رو بازگو کنه اون مهمه. کسی که بگه من نمیخواستم مادرم رو ببینم و بعد با چه ظرافت با چه قشنگی توضیح داد که حالا چجوری مادرش رو دید، مادری که هر وقت میخواسته اینو ببوسه برای که این بهایی بوده، مادر مسلمون بوده، چادرش رو جلو لبش میگرفته که لبش نجس نشه، مادری که یه وقت که میاد خونه اینها وقتی دستش رو میشوره به حوله های اینها دست نمیزنه، میره توی آفتاب وای میسه تا دستاش با آفتاب خوش بشه.
این ظرافت، این قشنگی بود که من رو اینجا به اشک ریختن واداشتم. مطمئنم شما هم همون حالت رو دارید، و الا ما هم داشتیم تو خانواده اون مرد اون زنه رو طلاق داده، بچه رو ول کردن، بچه رفته خونه مادرش، بعدا مادرش شوهر کرده، از این مشکلات داشته. ولی این با چه ظرافتی، با چه قشنگی توضیح داد، 2 ساعت وایساده سر پا. این رو من واقعا ستایش میکنم و واقعا بهشون احسن میگم. مرسی داریوش که اون رو هم دیدی، یا احتمالا ما از کانال 2 مردم تیوی پخش میکرده. کاکو tell him to go talk to بله همینه، اتفاقا اینم همینو گفته. Don't answer him this DVD آقای فیروزی، all are in YouTube. مرسی. اتفاقا من میخواستم برایش روی یوتیوبم بذارم، بگم هر کیم میخواد از یوتیوب استفاده کنه. مرسی که شما گفتید. ما منظورمون این نیست که مثلا من حالا امروز بتونم 50 دلار یا 100 دلار از این بسازم. منظورمون اینه که اونی که زحمت کشیده، اونایی دیگه که اینقدر کمک کردن در تهیه این، حالا ما در توزیعش، در پخشش یه مقداری کمک کنیم. مرسی. داریوش میگه که برید روی یوتیوب و اسم آقای حسن فیروزی رو که بزنید، این دیویدی ها اونجا هم هست، مال موقعی که ایشون به اصطلاح برنامه داشته در تلویزیون اندیشه. و اما انتخابات آمریکا، اینجا یک پروفسوری هست، الان اسمش یادم رفته، دیروز وقتی باهاش مصاحبه میکردن گفتن که چیه تو ویرجینیا، چه میدونید این ویرجینیا یک ایالت خیلی عجیبیه، نمیدونم به چه دلیل. اولا بهش میگن Commonwealth of Virginia، درست نمیفهمم با چی میشه تو ایران مقایسش کرد، ولی همیشه بیشتر به طرف تندروهای راستگرا هست تا به اصطلاح آدم های لیبرال و آزادی خواهی دموکرات و فلان بیسار. همیشه اینایی هم که میگن تکس ندیم فلان کنیم، من کار کردم پول در میارم، گروه پدرمون که نمیتونه بچهش مدرسه نره، اینجوریه. ولی آقای تری مکالوف که اتفاق من سال 2007 یه سالی هم با ایشون کار میکردم و بیزینسمن بسیار موفقیه، ولی کراپته. کراپت یعنی تو ایران چی میگم، آدم های ناتوی که از هر کلکی از دستشون بر بیاد مزایقه نمی کنن تا موفق بشن. من که دیگه به این نتیجه رسیدم تو آمریکا رأی ندم، چون اینها رأی ها رو میخرن به قول معروف با پولی که خرج میکنن. همین آقای تری مکالوف دیروز برنده شد و من میدونستم، ساعت 8 هم به اصطلاح جشنش بود، ما هم دعوت کرده بود که بریم و نرفتیم، گفتیم بابا ولمون کن، حالت سردم هست، تاریکم هست و اینا دیگه، ما هم پشممون ریخته، 8 شب که جلو تلویزیون میخوایم بشینیم استراحت کنیم. ولی خیلی جالبه، اگر تونستید این سخنرانی در جشن پیروزیش رو ببینید حتما، که چگونه به رقیبش که یک جمهوری خواه هست تبریک میگه و میگه خوشحالم که اون آگهی های تلویزیونی که اون به من توهین میکرد، من به اون توهین میکردم، دیگه تموم شده، حالا میتونیم هر دومون، دوستان نگاه کنین، هر دومون بریم به مردم خدمت کنیم. چندین بار تشکر کرد از اونایی که جمهوری خواه بودن به دلیل اینکه الان حزب جمهوری خواهان و نیوکان ها، این تندروهایی که از چینی گرفته و جورج بوش گرفته و اینها، خراب کردن و ندارن آدمی رو. این ریپابلیکن ها بعضی هاشون اومدن به طرف دموکرات ها، از اونها تشکر کرد توی مجلس، به دموکرات هایی که دوستشن بهش رأی دادن، گفت برای ریپابلیکن هایی که اینجا هستن و هر جایی صدای منو میشنون دست محکم بزنید، به افتخار عروس و داماد کف مرتب بزنید و ما باید از اینا یاد بگیریم. اینه که آمریکا وقتی هم اینجوری میشه، بعد اون یکی با سلام و سلوات با افتخار میاد درو باز میکنه، این میره توی اون کاخش، توی منزلش، اون میره تو وایت هاوس، یا خود این گاورنرها که بهشون فرماندار میگیم به ایرانی، من استاندار میگفتم، اینا هم برای خودشون یه منشن دارن که یک کاخ کوچولوه. آمریکا خیلی مثل اروپا نیست، مثل ایران نیست، چون قدیمی نیست، خیلی دنبال زرق و برق نرفتن، هی میگن منشن قصر قصر. فکر یه جایی هم شعر داریوش یادتونه، من به فکر یه اتاق، تو به فکر نمیدونم اینجوری، اینا فکر اینن که آسون زندگی کنن. من تا
توی اون منشن رئیس چیز قبلی رفته بودم یه جایی معمولی، والا خیلی از ایرانی ها توی این پوتومک ایریا و اینها، یا احتمالاً اون جایی که اون دوستمون ریونیون گذاشته و 7 میلیون دلار پول خونش بوده، خونهایی که دارن از قرض بهتره. من یادمه وقتی که سال 2003 آمدم اینجا، رفتم گفتن که جمهوری اسلامی به سوربی قصر داده. آقای فیلاوی میخندید، آقای فیلاوی دو تا کوچه پایین تر از ما هست. چرا میگم پایین؟ دوستان یاد بگیرید وقتی که ما نورت وست هستیم اونا ایستن میگنش بالا پایین، وقتی نورت هستیم اونا ساوتن میگن بالا پایین. بعضی از دوستان هستن هر جا هستن میگن شما همینجور که داری میاد پایین، شما که نورت هستی، شمال هستی، من دارم از جنوب میام، پس من دارم میام بالا. البته خب همه اینها قراردادیه، میدونی شما اگر یک کسی از اون بالای کره زمین اون ورا گفته بود بالا هست، ما بالا پایینی نداره، این گرد هست و همه چیز قراردادی هست مثل ساعت. ببینیم این دوستمون از نیاک چی میگه. Thanks for sending it to me, I receive it and will do. بله، نیاک یک بوک ساینینگ داره که آقای استفن جنکینز این کتاب تمام مردان شاه رو هم اون نوشته. من سال 2002 یا 2003 دو بار با ایشون مصاحبه کردم، با مترجم اون کتاب آقای رضا بلیغ یه دفعه تلفنی مصاحبه کردم و این اوکیژن، یعنی تو ایران میگفتیم اوکیژن، اینجا چی میگن، این ایونت، این برنامه بوک امضا کردن فقط مختص اونهایی هست که در نیاک ممبر شدن، عضو هستن. اگر عضو نیستید میتونید عضو بشید، بعد برید توی اونجا اگر مایل هستید. کتاب جدیدشون نوشته فکر کنم دالاس برادرز، همین فکر کنم ایرپورتی فرودگاهی هم که اینجا هست دالاس، این دالاس با اون دالاس تگزاس فرق میکنه. من اولا متوجه نبودم، بعدا فهمیدم این فامیل یه نفر هست و اون اسم یه شهره، ممکنه همونم فامیل یه کسی بوده که اول اومده اینجا. هر کی میاد مثلا ما توی این منطقه که هستیم فیرفکس، وقتی میری تحقیق میکنیم این فامیل بوده مال یه نفر که اومده اینجا رو شروع کرده و آبادانی و احتمالا شهردار شده و رفته اینجا رو به نام خودش کورپریشن باز کرده. همه این شهرها شرکت های سهامی هست، باورتون میشه؟ به همین خاطر که مثلا دیترویت ورشکست میشه. خب، دادستان عمومی و انقلاب زابل ترور شد، موسی نوری قلعه نو ترور شد. حالا جالب اینه قبل از اینکه کسی بیاد مسئولیت قبول کنه، فضول باشی ها گفتن این ربطی با اون ماجراها نداره. آقا یه روز دو روز صبر کن، اینجا ببینید، اینجا اف بی آی میاد، اون میاد میگه که من میتونم بهتون بگم چی شد، یه جوانی یه آقایی اومد تیراندازی کرد یا یکی با ماشین خورد، ولی ما نمیدونیم این کیه. میگن آنگوینگ، یعنی این در حال این پروسس، تحت اقدامه یا تحت بررسیه. چون تحت اقدام و زیر نظر و تحت بررسیه، چیزی در موردش نمیگن. ولی تو ایران اول میگن، بهتون گفتم یه دفعه یه هواپیمای از فرودگاه مهرآباد بلند شده بود، خورده بود به یه ساختمان 10 طبقه این نزدیک فرودگاه مهرآباد. اون وقت یه نفر این بر توی آشپزخونه توی چیز زنگ میزنه به یه تلویزیونی، میگه مادر جون من میدونم این چی شده، این هواپیما دسیسه بوده، اینا فرمانده. خب این مملکت اینجوری میشه دیگه، دادستانش میاد اونا رو اونجوری میکشه، قلقم میکنه، اونا میان اینا رو اینجوری میزنن یا یه گروه دیگه میاد. آقای عزیزان یه مصاحبه کرده با رهبر جیش العدل، این فامیلی ریگی مثل فامیلی زاره است توی شیراز، اونجا این بنده خداها ریگ دارن و ریگی هستن توی شیراز و اینها، همه قسمت های چیز زراعت رو میدونید. ایران اصلا اصلش چیز دیگه، کشور صنعتی که نبوده، کشور دامپروری و کشاورزی بوده، بعد به زور خواستیم بکنیم این صنعتی، توش موندیم، ماشین درست میکنیم میشه مونتاژ، نمیدونم زوباهن میاریم اونجوری میشه، پالایشگاه میاریم اونجوری میشه، و یه هشلهفه اینایی که تو کار ماشین و اینا بودن بهش میگن هفت بیجار، ها، یه چیزایی که ماشین مثلا در یه ماشین قرمزی رو برداشته گذاشته، ماشین تصادف کرده، اکسل یه ماشین دیگر رو آورده گذاشته، بهش میگن هفت بیجار. یا این ماشینایی که توی جانکیار توی این
اوراقی جمع میکردن و از چند تا ماشین یه ماشین میساختن. این شهرهای کشور ما. این فامیل ریگی یه فامیل کامن، یعنی خیلی معمولی و زیاد هست اونجا. اون موقع یادتون نمیدونم اون آقای ریگی بود که گرفتنش و اینها، چندین ریگی دیگه تا حالا صحبت کردن، ایشون با یکی از اونها صحبت کرده و من نمیدونم به نظر شما مسئولین یعنی مجریان برنامه گذارا باید با افرادی که این کارا رو میکنن، کارای تروریستی میکنن، حالا اینا بنده خدا میگن ما آزاد، ما سربازانی هستیم که از جونمون گذشتیم دنبال آزادی هستیم، جنبش آزادی خواه هستیم، از اون ور دولت میگه اینا تروریستن. من و شما این وسط موندیم، کی درست میگه کی غلط میگه؟ این خط قرمز آزادی خواهی رو رد کردن و تروریست شدن کجا کشیده شده و کجا به اصطلاح باید بفهمیم این تروریست؟ چون میدونیم آقای کلینتون تا قبل از این که یاسر عرفات بیاد تو کاخ سفید اون جنبش PLA بود چی بود اصلا دیگه یادمون رفته، اونا تروریست بودن. ولی یه دفعه گفت حالا اینا تروریست نیست، اینا دنبال آزادی، حالا بیا داخل با هم صحبت میکنیم. رفتن داخل و اینها که نشد اون موقع با اون صلح و اینا، اون مرد کم دیوانه بود اصلا آقای یاسر عرفات بود کی بود که بعد معلوم شد چقدر پول از همین مردم بدبخت و ذلیل فلسطین برده و دزدیده. و اما آموزش و پرورش، هیچ وقت به این کلمه شما فکر کردید؟ مثلا این دوستی که زنگ میزنه یه لحظه این توی مهمونی میبینی لیسانسه، فوق لیسانسه، این آموزش دیده، پرورش نداره، تو جامعه بهش یاد ندادن. یه فیلمی رو من پخش میکردم که ممنونم از اون دوستمون که اینو فرستاده بود به نام تاریخ شفاهی و اونم حدود 72 دقیقه است، اگه کسی میخواد میتونم باز براش با ایمیل بفرستم. بله یه پروگرامایی هست که تا 500 مگابایت رو میتونه با ایمیل بفرسته، یکیش دراپ باکس، یکیش فایل تو سند، یکی یو سندید هست که حالا عوض کرده اسمش گفته های تیل، نمیدونم اینا به اساس میتونم اونم براتون بفرستم. تاریخ شفاهی رو نگاه کنید ببینید خود همین وزیر وزرا، دستاندرکاران، افسران ارتش، افسران ارشد ارتش چی میگن راجع به انقلاب. اون آقای رزمارا نمیگه که فلسطینی ها تو خیابون بودن، میگه ارتش رو 9 ماه آوردن تو خیابون، اینا هم بلد بودن، مردم رفتن باهاشون صورتشون رو ماش کردن، نرفتن عربی صحبت کنن، با فارسی رفت بهش گفت برادر ارتشی نمیدونم تا کی میخوای آدم کشی فلان بیسار اینها، اونها رو به گریه انداختن، موفق شدن، پیروز شدن. آقای تیمسار آریانپور توضیح میده تو اون فیلم، میگه آقا فرمانده ارتش اسمش هم میبره تیمسار فلانی، حالا خواست با پوز و قمپوز برای که خیلی هم سیف باشه توی تانک نشست. آخه شما با تانک میری شورشای محلی رو، این الاغای آخوند با ماشین میان میزنن به مردم، من شما عکساشو نشون میدیم میگیم دیگه اینا کیان، با ماشین میان رو مردم، اون آقا با تانک اومده بیاد توی خیابون. بعد حالا ببین چقدر نادان باشی که نفهمی آقا این پل بالای سرت مثلا 13 فوته، اینجا ما چون همش فوت میگن 13 فوت میشه 4 متر، ولی این تانک مثلا 4 فوت و نیم، 4 متر و نیمه و میره زیر پل گیر میکنه، سر باز میکنن به زور میخوان بیان بیرون، اون حزب الله یا طرفداران انقلاب میان توی این کوکتل مولوتوف میندازن. اینجا میگن مولوتوف کوکتل، ما میگیم کوکتل مولوتوف، مثل دوستانی که رشکی هستن میگن قرمز ماشین، ما میگیم ماشین قرمز. و الی آخر مرگ بدیه که شما توی یه جای، اولا این تانکا همون جوری روز معمولی که توش هستی مثل زندانه، من لشکر 92 زرهی اهواز و لشکر 81 اونم فکر کنم زرهی کرمانشاه بودم و میدونم توی این تانکا و اینا چه جوریه و چه، الان که دیگه هیچ کدوم تو اونا نمیتونیم بریم، از بس سوراخاش برای آدمای قرن 20 ساخته بودن برای لاغر و اینا. بیان شما بخوای حالا گیر کردی این زیر با اون اولوپ و تولوپ تیمسار هم هستی، میخوای بیای بیرون، یه بچه در باز میکنه یه شیشه ای که صابون و نمیدونم بنزین و اینها کبریت زده انداخته تو، ببین چیه به سر این بدبخت میاد. اینا تیمسارهای شاه بودن که بلشون کرد رفت. این خانم نیر ماشالله یه اصرار عجیبی داره،
که به همه ثابت کنه همه بد بودن جز شاه. میگم خب خانم، اگه ما یه مملکتی داشتیم 30 میلیون بد بودن، فقط یه دونه خوب توش داشتیم، اینم بعد 7000 سال 2500 هم پادشاهی، خب این مملکت پرورش نداده آدم ها رو. بله، هممون دکتر، هممون فیلسوف، هممون موفق، تا میرسیم اینجا یه روز میریم برای یکی کار میکنیم، فردا میام همون بیزینس رو میزنیم، از اونم موفق در. خب شما بیا نهیر کنم به من بگو این چه مملکتی بوده که از داریوش، کوروش، کمبوجیه، نمیدونم ساسانیان، همه اینا، کریم خان زن، قاجاریه، پهلوی، ما یه دونه آدم داشتیم. این آدم هم داریوش و همایون میاد صحبت میکنه، میگه آقا یه آدم ترسو چیف به دست فراری. خب این از این. اون وزیر دیگرش که بعدا شده بود مسئول چیز همشهری ما هم بود، آقای جمشید آموزگار، آدم زبلی هم هست، با هیچ کس دیگه مصاحبه نکرد بعد از انقلاب، چون میدونست که چه گندی زدن. فقط همون اوائل یه سال قبل از انقلاب 1978 با یک روزنامه عربی اگه اشتباه نکنم مصاحبه کرد، اونجا گفت که مملکت، گوش کنید دوستان، اینایی که الان میگین جمعیت ایران دو برابر شده برای که فلان، اونا با وجودی که گذاشته بودن فرزند کمتر آسایش بیشتر، خودشون میدونستن که تا 30 سال 40 سال آینده جمعیت ایران دو برابر میشه. حالا به لطف و حماقت خمینی و افرادش جنگ شد، 1 میلیون کشته، چقدر زخمی و شهید، چی میگن، جانباز و اینها. از اون ور گفت چی؟ گفت اسلام سرباز میخواد. از اون ور گفت آقا این قرص نمیدونم ضد حاملگی و اینها رو بنداز بیرون. از اون ور جایزه گذاشته هر کی بچه دار بشه 1 میلیون تومان بهش میدن. یعنی اینا چگونه دارن رفتار میکنن؟ و شما ببینید شاه اطرافیانش چگونه رفتار میکنه. علم نخست وزیر بوده، وزیر دربار بوده، چه کاره بوده، ببینید چه کثافت کاریای با شاه کرده. بعد همه رو نوشته، گفته حالا بعدم چاپ کنید وقتی من مردم. تو زندتم با مرده هیچ فرقی نمی کرده. دوست عزیز نیر خانم، ما پرورش ندیدیم. پرورش رو مسئولش دولته. بله، شما میگی از توی خونه شروع میشه. توی خونه شما الان فکر کن بچه های شما با شما چند سال بودن؟ ماکسیمومش 5 سال یا 6 سال که تمام وقت با شما بوده. توی این 5 سال 6 سال 2 سال اولش که نصف بیشترش خوابن، 2 سال دومش که تازه یاد میگیره تا تا پا تا حرف بزنه، 2 سال آخری شما به بچت توی این سن 5 سالگی و 6 سالگی چه چیزی میتونستی یاد بدی؟ ما همه ایرانیان که تقلب میکنیم بچه همونه 1 سال بزرگتر که این زودتر بره مدرسه، انگار که از دست بچه های عاجزی میخوایم زود بره مدرسه. این مشکل بده گروه پردن معلمه، بده معلمه آدمش کنه، یادتونه میگه بده بره مدرسه آدم بشه. من نمیدونم این ایرانی چقدر حیوان بوده، مدرسه میخواست بره میگه بده بره مدرسه آدم بشه، سربازی میره میگه بده بره سربازی آدم بشه. همین آقای فیروز حسن فیروزی در رابطه با سربازی صحبت میکنه، میگه من معاف شدم ولی رفتم ترکیه، وقتی رفتم اونجا دیدم سربازی که میرن چه افتخاریه، مادر دست پسرشو حنا میبنده مثل اینکه میخواد بره عروسی، 2 بار حنا میبنده در زندگیش، 1 بار برای رفتن سربازی، 1 بار برای عروسیش. حالا ماها هر کی دستش به دهنش میرسید به یک طریقی میخواست چیکار کنه؟ میخواست بچه‌شو معاف کنه، پارتی بازی، پول دادن، اگرم میرفت سربازی باز پارتی بازی، بیاد بیفته تو شهر خودمون، نزدیک خودمون باشه، شبا بیاد خونه نمیدونم خوراک بخوره و الی آخر. تیمسار آریانپور میگه که من 70-80 سالمه، من یاد ندارم در ایران کسی به من درس وطن پرستی داده باشه. خانم نیر عزیز من، خواهرت مهربان من، درس وطن پرستی رو رادیو تلویزیون، دولت، معلم میده، نظام میده. حالا شما برای بچهت چی میخونی؟ برای بچهت ماکسیموم شاهنامه میخونی که نمیدونم فلان پادشاه رفت از دست دشمنا فرار کرد، رفت توی آسیابی، بعدن اون آمد سرشو برید. کی بود؟ یه هموطن. خب این که درس وطن پرستی نشد، مدرسه است که آموزش میده.
چه کار کردن به جایی که آموزش بدن میری سینما شاهنشاه ما زنده با بلنش نه نشون بدید اینجا تو آمریکا این همه سطل آشغاله میری سینما اولین چیزی که نشونت میده میگه لطفاً آشغالاتونو این ور اونور نریزید آشغالتونو ببرید تو سطل آشغال بریزید برید یه پاکت شیر بخرید پشت پاکته یه عکس یه سبد آشغال نوشته لطفاً از سبدهای آشغال استفاده کنید اینا احتیاج دارن اون وقت تو ایران ما احتیاج نبود نکنید با خودتون رو راست باشید سرهنگ وزین عزیز شما نمیخواد به این وسیله به آقای رضا پهلوی بگی تو عرضه نداری مامانت بیاد شاه بشه مامانت بیاد ملکه بشه شما ببین که آقا اونم که تازه شد شاه چه کار کرد سرهنگ مملکت شما بودی شما سرهنگ ستاد نمیدونم سرهنگ ستاد اینایی بودن که قراردادها رو می‌نوشتن تو رکن 1 و 2 و 3 و 4 پولا همه جا به جا میشد اونجا بود ولی اون بیچاره‌ای که سرهنگ پیاده بود اونا باید افتخار کنن من میدونم که اونا تو اردوهایی که میرفتن چه زحمتی میکشیدن سرهنگ ستاد وزین به خیلی هم وزین شما بیا صحبت کن نرو تو رادیو تلویزیونی که بهت میگن به به چرچر این تاریخ شفایی نشسته آقای شجاع‌الدین شفا رو میاره حالا ایشون فوت شد رفت ولی خانواده ایشون دوستای ایشون باید به ایشون میگن آقا شما تو این سن و سال نرو آقای ده باشی که از ایران آمدن اینجا با من هم ملاقات کردن اصلا دنبال کار میگشت گفتم والا ما اینجا کار نداریم شما اگه میخوای میتونی بیای برنامه بذاری به مردم بگیم بهت پول بدن بعد اینا چون دنبال پولای بزرگ بودن رفتن با دولت جمهوری اسلامی یه قراردادی پیدا کرده بسته با چند نفر راه افتادن تو اروپا و آمریکا و اینها کسایی که من و شما اصلا ممکنه نتونیم ببینیم کجا هستن اینا رفتن باهاش مصاحبه کردن این فیلم رو ببینید 72 دقیقه فیلم 1 ساعت و 12 دقیقه وقت بذارید اینا براتون باز میکنن از آقای رزمارا گرفته براتون میگه ارتش رو ضعیف کردن با تو خیابون نگه داشتن تیمسار آریانپور میاد میگه که آقا ما نیروی به اصطلاح چیز شورش نداشتیم که جلو شورش وایسه خب من خودم یادمه هوابرد شیراز و شهرباری رو گذاشتن جلو مردم آقا ارتش که کارش این نیست که بره تو خیابون بعد اینجا یک چیزی دارن به نام نشنال گارد یعنی گارد ملی این مثل ارتش چیز نیست معمولا هم والانتیر هستن داوطلب هستن زمین که یک پولی بهشون میدن ولی مثلا فکر کنم هر 2 ماه یه هفته میرن چیزای جدید رو تمرین کنن و اینا یادشون باشه اینجا یه جایی که سیل میاد کمک میکنه بله ارتش میاد کمک میکنه نشنال گارد میاد کمک میکنه یه جایی که شلوغ میشه شب برای که مغازه ها و ساختمون ها و اینا رو دزدی نکنن رایت شلوغ نشه اینا میان وای میسن ولی کار اینا ضد شورش نیستن اینا آموزش ندیدن که آقا بچه مردم رو اگه داد زد نباید بزنی با تیر نباید بزنی اینو باید بگیری ببری با اونوش بیان قرار چیز کنن تعهد بدن که آقا اینو میبرن خونه دیگه 3 روز نمیذارن بیاد بیرون نباید اون بلا رو سر مردم میآوردیم افسره یکی از اینا درست میگه میگه آقا ما ارتشیا اگر میزدیم میکشتیم میگه اولا ارتش شاهنشاهی بود خب شاه که میره ارتش هم شیرازی ها میگن به آب گوزید میگیم باطل شد اوکی؟ وقتی اسم ارتش رو غلط میذاری ارتش شاهنشاهی اسم خودت رو غلط میذاری شاهنشاه خب خشت اول چون نهد معمار کرد تا ثریا میرود دیوار کرد شاهنشاه هم که فرار کرد ارتش هم میگه مگه من مرض دارم ما هم گرفتیم دادیم تحویل 13 سال نخست وزیرت بوده داری تحویل اینا رفتی طرف وزیر شده بود سفیر دیگه اون آقای نصیری یا یکی دیگه بوده اونم آوردی از پاکستان و فلان خیلی خیلی اشتباه خیلی خرابکاری کردن آقا حسین نصر هم نشسته قشنگ توضیح میده میگه همچین چیزی یک حرکت به این شلوغ پلوغی
یه قدرت فوق‌العاده میخواست که اینا رو منسجم کنه. خمینی این قدرت رو نشون داد. شما این دستای سینه زنی رو برید حتی تو زمان شاه خودتون نگاه کنید. من و شما الان سال 2013 هستیم، یه تظاهرات، یه راهپیمایی میخوام بذاریم، بلنگو دستی داریم، بند داریم، تناب داریم، کلا داریم، جلیزقه مخصوص داریم که این استف باید این راهنمایی کنه. ببینید چه قشقرقی را میفته. همین دستای سینزنی ببینید چندین سال، خب من که 57 سالم یادم، از موقع که یادم اینا بودن، چه مرتب می اومدن از یه مسجد دور را می افتاد، می اومد می رسوندن اینجا، اون جای اصلی سینه می زدن، بعد اینایی که از این نزدیک اومده بودن می رفتن اونا را می رسوندن که قشنگ مساوی را پیمایی کرده باشن. و چه منظم، طرف خسته می شد زیر این بیرق و فلان، می رفت کنار یه جوان دیگه می اومد اونجا، یه جاهل دیگه، یه لات دیگه، هرچی. ولی اون نظم و ترتیب رو شما ببین چیکار، چجوری بود. کسی پول میداد در زمان شاه که برن سینه بزنن؟ اگه کسی پول میداد، خب ببینید کی بوده، خود دربار نبوده؟ نمیدونم. ما نمیخوام همش هم بحثمون راجع به این باشه، مخصوصا وقتی که شماهایی که طرفدار پادشاهی هستید معمولا در سوراخ‌ها نشستید، میترسید، هنوز وحشت دارید، خیلیاتون هنوز میرید ایران و میایید، اجاره مستقلاتتون، اجاره منزلتون رو، حتی بازنشستگیتون رو میگیرید، به همین خاطر حاضر نیستید بیان صحبت کنید. مثل من نیستی که از 28 سالگی قید خونه و ماشین و کار رو همه رو زدم ول کردم اومدم. شماها دروغ گفتید، هنوزم دروغ میگید. بله، شهردار تورنتو و مواد مخدر. این تورنتو درسته یا تورنتو؟ در اصل این من یاد اون بیچاره هنرپیشه کریس چی بود میندازه که اونم مواد زد و اینها، درست مثل همینم چاق بود و آخرم مرد. اینا حقیقتا مرگشون طبیعی نیست، میشه بگی خودکشی کردن. باز برگردم تاریخ شفایی و از طرفی یه فیلمی هم براتون گذاشتم از جمعه تا حالا حدود 5 روز، سرزمین ما، که آقای اشبوس طالبی در مورد ایران قشقایی صحبت کردن. و اما حبیب الله عسکرولادی، سیاستمدار سرشناس جناح محافظه‌کار ایران، درگذشت. اینایی که میگن جناح محافظه‌کار، مگه ما تو ایران اسم و رسم درست حسابی داریم که مثلا این حزب ریپابلیکنان، اون حزب دموکرات، این تندرو، این کمرو، یا اینکه بر اثر کارایی که کردن دیگه ما میشناسیم که آقا مثلا احمدی نژاد و طرفداراش تندروا هستن، آقای رفسنجانی و فلان نمیدونم اصلاح طلبان هستن، آقای خاتمی اینجور و الی آخر. و باعث خجالت که افرادی که شکایت کردن، گله کردن، گفتن چرا باید تک حزبی باشه، آمدن انقلاب کردن. وقتی که مردم پیروز شدن، حالا کردنش اصلا یه حزبی هم نیست، درچه همش دنبال یه حزبی، یه حزبی دیکتاتوریه دیگه. شاه هم اشتباهش این بود. ساعت 2:59 است، بریم آگهی ها رو ببینیم و بشنویم و برگردیم و با شما باشیم. اگر شما هم صاحب سرویسی هستید، بیزینسی هستید، مطب دکتر، رستوران، چلو کبابی، ماشین فروشی، ماشین خریدن، مکانیکی، نمیدونم فرش فروشی، ما همه ایرانی ها تا به هم میرسیم میگه آه مشتری ایرانی نمیخوان، یه روز نگاه نمی کنیم ببینیم آقا این همه پول اونم داره از ایرانیه میاد. اگه 90% مشتری ایرانیه، 90% تبلیغ اونم باید به بیزنس های ایرانی بدیم. متاسفانه آدم های دروغگوی هست. خدای اهورامزدا طبیعت این مردم رو از خشکسالی و دروغ، و این مملکت رو از خشکسالی، این مردم رو از دروغ و حسادت دور بدن. این قسمت سومی شو آقای بزرگ مهر اضافه کردن به اون نمایشنامه خوشسالی و دروغ که حدود 2 هفته پیش اینجا اجرا شد. ایشون نوشته از خوشسالی و دروغ و حسادت به اصطلاح دور بدار. دوستان عزیز، از اینکه بین این همه رادیو تلویزیون، تلویزیون مردم رو انتخاب کردید ازتون ممنونم. چند دقیقه با هم آگهی ها رو ببینیم
به قول دوستان از بازار تبلیغات گذر کنیم، منم جرعه آب بنوشم و با شما برنامه رو پی میگیریم. اون دوستمونم به جای این همه زنگ زدن، به جای این همه پیام گذاشتن، یه دونه ایمیل بنویس، چون من دیگه پیاماتم گوش نمیدم، یه دونه ایمیل بنویس info@mardomtv.com یا sorbi@mardomtv.com یا usa.sorbi@yahoo.com یا هر ایمیلی بفرستی به دست من میاد، بگو آقا من میخوام مثل آدم صحبت کنم، اینم اسکایپ منه، اضافه میکنیم، یه روز شما میای میشینی، مردم میبینن شما چی میگی. آقای بهزاد، همیشه بهش میگم بهزاد آشتیانی، آقای بهزاد علی شاهی آمده مردم دیدن چی میگه، از هفته پیش تا حالا دارن تعریف میکنن. حالا شما بیا صحبت کن، اگه میخوای صحبت کن، اگه میخوای فوش بدی ممنونتم، ولی من به تو فوش نمیدم، برو دنبال کاره. مرسی عزیزم، خدا نگهدار. نه شما نرینا، دوستایی که آدم هستید اینا بشینید آگهی‌ها رو ببینید، برنامه رو با هم ادامه میدید. Digital Zone in collaboration with Radio Javan با افتخار تقدیم می کند The Timeless Tour، فرمز اصلانی با عاشقان ترین عاشقانه هایش در تور سراسری دیروز و هنوز، با همیاری رهبر گروهش گیتاریست و آهنگساز آشنا بابک امینی، دوم نوامبر واشنگتن دی سی، 15 نوامبر آدور، 16 نوامبر تورنتو، 17 نوامبر مونتریال، 23 نوامبر ونکوور، 24 نوامبر کلگری. تلفن اطلاعات 613-292-6181. برای اطلاعات بیشتر از تارنمای اصلان امینی تور.com و یا از وبسایت اینترنتی رادیو جوان.com دیدن نمایید. مدیریت سیلم کارپت با افتخار زیبایی و تمیزی را به شما تقدیم می دارد. انواع فرش ها، موکت ها، کفپوش های چوبی، لامینیت های خوشرنگ و زیبا با قیمت های بسیار مناسب برای منازل، دفاتر کار، هتل ها و مؤسسات شما. از نمایشگاه سیلم کارپت در استرلینگ ویرجینیا دیدن کنید و یا با ما از طریق تلفن 703-948-9888 و یا ایمیل ab2000@aol.com تماس حاصل فرمایید. با درود به شما آزادی خواهان عزیز. آزادی خواهی یعنی چه و چه کسانی آزادی خواه هستند؟ آزادی خواهان کسانی هستند که برای همه گروه های سیاسی و افراد منفرد فعال در صحنه سیاست ارزش قائل باشند و آنها را به رسمیت بشناسند، چه آن گروه و یا افرادی که با ما هم عقیده هستند و چه آنها که مخالف نظر مایند. آزادی خواه به کسی گفته می شود که تک تک افراد جامعه را به رسمیت بشناسد و در راه به ثمر رساندن آزادی بیان، آزادی اجتماعی و آزادی سیاسی در چارچوب قانون حقوق بشر تلاش کند. ما در جبهه آزادی خواهان ایران تمام سعی و تلاش خود را خواهیم کرد تا در برابر حکومت دیکتاتور مذهبی اشغالگر کشورمان بایستیم و برای آزادی کشور و مردممان و به ثمر رساندن نهاد آزادی و گفتگو با هم تلاش خود را به کار بریم. هرچند این قدم کوچک باشد، اما باز از تلاش دست بر نخواهیم داشت. از همه شما هموطنان که با ما هم نظر هستید دعوت می‌کنیم که بیایید منها را کنار بگذاریم و ما بشویم و با احترام به عقاید و تفکرات همدیگر در کنار هم بنشینیم و گام‌هایمان را برای رسیدن به هدفی مشترک هرچه محکم‌تر برداریم. هم وقت می‌بینید که شراحت و ضحاک حاکم بر کشورمان پیروز می‌شود. با سپاس
محمد علی متحیر، فعال جبهه آزادی خواهان ایران، سوئد. سلام مجدد خدمت شما دوستان عزیز. ساعت 3:05 بعد از ظهر به وقت شرق آمریکا، 12:05 به وقت غرب آمریکا است و شما هم هر جا هستید ساعتاتون رو نگاه کنید و خوشحال بشید که چقدر از ما جوانتر هستید، یا یک کمی دلخور نشید، باز هم خوشحال باشید که چقدر از ما جلوتر هستید، پیرتر هستید، با تجربه تر هستید. یه دوستی پیغام گذاشته، نه یه خانم، ببین عزیز من، شما با روش برنامه های من مثل اینکه آشنا نیستی. من وقتی صحبت میکنم، من کجا گفتم نه یه خانم گفته بچه بره مدرسه آدم بشه؟ شما برگردی، اولا این کاری که میکنید اصلا درست نیست، باز نشون میده با برنامه من آشنا نیستی. من همیشه گفتم یه برنامه ای رو که شما میخواین نگاه کنید، در رابطه باش صحبت کنید، یک کاغذ، چند تا کاغذ بردارید، یه لیوان آب سرد بغل دستتون، گوش بدید برنامه رو. مثل اون احمقی که بهزاد علی شاهی رو دیده، هی این تلفن رو گذاشته دم گوشش زنگ میزنه، عمل کنید خوبیش که بهتون جواب نمیده. شما گوش بدید. ما نداشتیم توی ایرانیا که میگه این بچه تو بذار مدرسه تا آدم بشه؟ داشتیم یا نداشتیم؟ من که گفتم نه یه خانم اینو گفته. ما نداشتیم توی ایرانیا که گفته باشن بچه تو بره سربازی آدم بشه؟ حتی میگفتم بره سربازی مرد بشه. داشتیم یا نداشتیم؟ بعد من نمیتونم از اینجا وسط برنامه زنگ بزنم به آلمان یا نمیدونم هر جایی که شما هستی تو اروپا، شما با قرار قبلی داشته باشین، شماره تلفن داشته باشیم، شما با شماره تلفن هایی که زنگ میزنی شماره بسته و اینا. بعد ما در رابطه، من یکی از دوستان که از گرجستان بوده حالا رفته سوئد، توی که یک کار رادیویی داره کار میکنه، فعالیت میکنه، گفته آقای صبحی میتونیم با هم مصاحبه داشته باشیم؟ گفتم بله، چرا نه، به من بگو کی، در رابطه با چی. شما اگه بخوای در رابطه مثلا با ماشین سواری، دیدید من با آقای کاروسی نشستم اینجا، من آقا من نمیتونم با شما تو برنامه باشم. شما اگه بخوای در رابطه با ماشین صحبت کنی، من باید درباره بدونم، ندونم میرم اونجا میشینم. شما میخوای در رابطه با چیزی صحبت کنید، به همین شماره که زنگ میزنید، به همین قشنگی شما پیام بذار. این پیامگیر ما 10 دقیقه پیامو رفت. پیام بذارید، بگید آقای سوربی من اونجایی که گفتم بچه ها اینجوری، بچه ها از این زمان تا این زمان در مدرسه در منزل بزرگ میشن و مادر مسئول آموزشه، چون تا اونجایی که ما بزرگ شدیم معمولا هنوز موقعی بود که پدرها میرفتن کار، مادرها یا احتمالا خانواده ما که آدم متوسطی بودیم، مادرمون کار نمیکرد، مادرمون خانه‌داری میکرد، بچه بزرگ میکرد. این به نظر من مهمترین کارم این دوتا بود. شما به من بگید که بچه های شما بیشتر عمرشون رو توی خونه گذراندن. تا ببینم اون ساعتایی هم که خواب بودن شما مشغول آموزش بهشون بودید. من از قول شما حرف نزدم، اگرم اشتباهی توپق زده باشم الان عذرخواهی میکنم، چون نایر خانم همون موقع که من دارم میگم، وقت اینجوری نمیشه. شما گوشی دمت گوشت باشه، تلویزیونم صداش بلند باشه، من که میگم به من جواب بدی. شما داری با تصویر حرف میزنی، یه جوری میشه. شما برنامه رو گوش کنی، موضوع رو بنویسی، بعد که میخوای به من زنگ بزنی بری صدای تلویزیون یا کامپیوترتو کم کنی. خانم شما اگه میخوای به خواهرت زنگ بزنی تو ایران، تلویزیونو میبندی یا وای میسی، موزیک یا فیلم تموم که شد تلویزیون رو میبندی میری تو اون اتاق اونوری با خواهرت صحبت میکنی. چرا ما این احترام رو برای خودمون نمیذاریم به تلویزیون ها که میخواییم زنگ بزنیم همینجوری میخواییم ببینیم کلمه بعدی چی میگه تا جواب اونم بدیم؟ چرا؟ من اینو دارم آموزش میدم. من تنها مجری تلویزیونم که آمدم نگاه کردم میگم این آقایه که احمقه، که فکر میکنه هوادار مجاهدینه، این آقای فیلابی گفته مثل کسیه که شکمش نخود لوبیا خورده بوگن میده مجاهدین دیگرم بدنام میکنه. من کسیم که میگم ما ایرانی ها بلد نیستیم از پیامگیر استفاده کنیم.
یه تلویزیون دیگه اومده اینو به شما بگه، هر کی اومده میگه آقا این سفالو میبینید در لرستان پیدا کردن، ما بهترینیم به خاطر که این سفالو 7000 سال پیش ساختیم. ای خاک بر سر من و شما، 7000 سال پیش اون سفالو ساختیم، امروز یه سوزن خیاطی هم نمیتونیم درست کنیم. نایر خانم عزیز من، احساساتی نباش. شما اگه میخوای صحبت کنی یه بار بشین رو کاغذ اون چیزی رو که میخوای تو تلفن بگی بنویس، دوباره برگرد از بالا نگاه ببین چقدر اشتباه کردی. شما نوشته های خودتو تو فیسبوک ببین، هر کی میاد به شما پاسخ میده، یعنی شما شدی جوابگوی شاه، هر کاری کرده مرده رفته شما شدی وکیلش. شما که وکیل شاه نیستی که. بعد یادتون باشه اون کسی که میاد میشه پابلیک فیگر، چه منی که میام مجری تلویزیون میشم، چه آقای مکالوفی که میاد میشه فرماندار اینجا، چه آقای اوبامایی که میاد میشه رئیس جمهور، اینا صابون این نامهربانی ها رو به تن خودشون زدن. شما نمیخواد از من دفاع کنی. بارها گفتم یه دوستی داشتیم یه دنگو، آقا من دیشب با یه دکتری برای تو دعوا کردم. گفتم چرا؟ آخه اینجوری میگفت. گفتم نه عزیزم، شما خیلی قشنگ، اولا من از طرف تو و اون دکتر احمق از اون صابونه عذرخواهی میکنم که شما رفتید یه جای مهمونی سر یه نفر سومی که اونجا نبوده دعوا کردید، مهمونی اونا رو خراب کردید. دوما به اون آقا جلو همه بگو که دوست عزیز من شما رو دعوت میکنم بریم تو برنامه ایشون با ایشون صحبت کن. شیرازی ها میگن کپشو ببند. حالا فهمیدیم اینجا آمریکا این کپ همون سرم هست. کپشو ببند، خفش کن، دعوا نمیخواد بکنی. شما نمیخواد از شاه دفاع کنی، وزیراش نمیتونن، جای دفاعی نمونده عزیزم. تو میخوای دفاع کنی؟ شوهر شما که کشته شده به دست آخوندا به خاطر نادانی، ناتوانی، ترسویی شاه بوده. برادر من که کشته شده به خاطر بی‌صلاحیتی شاه و چیزش بوده که افتاده دست اینا. شما چرا امروز بارها من اینو گفتم به شما نیستم نه یه خانما، دوباره فردا زنگ نزنی بگیم چرا گفتی من استال گرفتم. خانم من امروز استال گرفتم، من چرا هی به خودم و به دل و روده خودم فوش میدم؟ من باید ببینم دیروز از کجا چه خوراکی خوردم، دیروز چی خوردم که مریض شدم. خانم بنفشه نون میاد به این قشنگی توضیح میده. شما میگی نه اینجوری هم نبوده. چجوری بوده؟ اونجوری شما بیا بگو چجوری بود. خوب بود، میدونست، میفهمید، قدرتمند بود، چرا اینجوری شدی؟ ما که با شما دعوا نداریم عزیز دل من. و من امروز آمدم سرعت برنامه رو آوردم پایین به خاطر دوستانی مثل شما. میدونید چرا؟ چون شماها قبول نمیکنید اشکال از شماست. خودم رو اینجا روزا میکشم، هی به طرف میگم آقا خانم اینترنتت ضعیفه، این اینترنت مال 10 سال پیشه، این وسایلی که تو داری مال 10 سال پیشه، مایی 2 دلار مایی 5 دلار زنگ بزنید اصلا بهشون بگید دستگاهی که به من دادی 3 سال پیش بیا عوضش کن، بابت این مودم و اینا از شما اجاره میگیرن. حالا شما مطمئنی اشکال از شما نیست؟ منم میگم چرا ممکنه اشکال از من باشه. خب از این ور از اون ور از اون ور از اون ور زنگ میزنه میگه آقا دارم میبینم از ایران امین داره میاد رو خط زنگ میزنه داره برنامه هم نگاه میکنه، میگه صدا و تصویر خوبه. اومد شما تو اروپا موندی، یعنی نشون میده شما اومدی تو اروپا از ایرانی هنوز عقبتری، بعد میخوای به ایرانی بگی چجوری خودتو آزاد کن. من و شما نمیتونیم کامپیوتر رو روشن خاموش کنیم از استفاده کنیم. طرف میاد از پشکل تا بمب اتم صحبت میکنه، بهش میگم برات یه ایمیل فرستادم دیدی؟ میگه نه با وایسم دخترم بیاد این کامپیوترم باز کنه برام درستش کنه. نکنید، قبول کنید ماشین خرابه، ببرید بدید مکانیک درستش کنه. اگه خودتون بلدید یه وقت که هوا خوبه، هوا روشنه، ماشینه رو درستش کنید. اول باید قبول کنید. یه دوستی میگه آقا تو فارسی هم بلد نیستی، شاهنشاه که یعنی شاه شاهان نبود، شاهنشاه این لقبی بود که مردم بهش داده بودن. آقا احمق، مردم به شاه لقب میدن؟ سایه خدا شده بود، حالا رهبر شما شده فلان خدا،
مردم به اینها دادن یا خودشون سر قدم میرن برای خودشون، اسهال گرفتن خودشون به خودشون لقب میدن، مردم به اونها دادن. مثل اون یکی دیگه میگه که مردم اگر قدرشناس بودن سکه های ایران که برای پهلوی میزدن، آخه عزگر مردم سکه ضرب میکنن، مردم پول چاپ میکنن. یه مشکل آدم بی غیرت، بی سیرت، بی صورت، بی ناموس، این بر اون بر از فیسبوک گرفته تا تلفونا گرفته تا پیاما گرفته همینجوری دور میزنه. وقتی هم میرن یه جا، بارها گفتم از پشکل تا بمب اتم رو براتون تشریح میکنم. آقا من اون روز گفتم LED فکر کنم liquid something، فوری دوستم میگه نه آقا اشتباه کردی. بعد دیدم یا راست میگه، از اون اسخای کردم. بعد رفتم دیدم آقا من دارم راجع به LCD صحبت میکنم. دو تا چی یاد گرفتم، LED رو یاداوری کرد، LCD هم یاداوری. حالا گفتم نه برو آقا کشک تو بسا، تو چی میدونی؟ من تو ایران دبیر هنرستان بودم، من اینو درس میدادم. اون درسی که من میدادم به خاطر به کار عمم میخواد که الان تو قبر چراغ روشن کنه باش. برق 40 سال پیش به درد عمه من میخورد. چیزای امروز همه عوض شد. سیمکشی یه ماشین رو اون روز نشون میداد، من اصلا وحشت کرده بودم. شما میشینی تو ماشین، توی این برف پاک کنه، توی این کلیدت ببین چند تا کار انجام میده، توی فرمون ماشین ببین چند تا کار انجام میده. اون وقتا یه بوغی میخواست بزنه، این بوغه بعد یه مدت خراب میشد، اینجوریش میکردی میگفت اوه، اینجوریش میکردی میگفت بوغ، با میرفتی عایق زیرش رو درست میکرد. الان بوغ میزنه، صفحه هست، کیسه هوا هست که اگه تصادف کنی بیاد جلو، صدای ماشین نوارتو کم و زیاد میکنه. حالا داریم فقط راجع به فرمون صحبت میکنیم، بعضیاش که دیگه کروز کنترل هم هست دیگه چیکار میکنه. بعد حالا بیا سر این برف پاک کن، برف پاک کن عقب داری، برف پاک کن جلو داری، شیشه شور داری، شیشه شور عقب داری، سرعت چه کم میکنه، سرعت چه زیاد میکنه. چرا؟ برای که یه نفر یاد گرفت رله درست کرد، کنتاکتور درست کرد. چجوری؟ با یک سیم نازک ریموت رو درست کرد، از اینجا با یک سیگنال یک کلید برقی رو اونجا کار میندازه. اولین بار که ما یه ریموتی توی شیراز خواستیم درست کنیم، رفتیم توی خیابون داریوش، توی پاساجی بود وسایل رادیو و اینا میفروشد، یه ریموتی رو خریدیم، یه کلیدم گذاشتیم، رادیوارم مستقیم سیمشو کات کردیم، بس کردیم، از این ور کارگاه برق اینجوری میزدیم، این رادیو روشن شد، همه خوشحال. الان اگه شما بخندید بچه‌ها میگن این دیوونه شده، این اسباب بازی ایکس باکس چیه که من استفاده میکنم دیگه. الان دستتو تکون میدی ریموت حرف بدنت رو میفهمه. اون وقت شما میگی من نگفتم، شما نگفتی، من میگم، ما میگفتیم چوب معلم گل هر کی نخورده خوره، ما میگفتیم بچه باید بره مدرسه آدم بشه. من از کی یاد گرفتم؟ از جامعه هم یاد گرفتم. ما داریم میگیم جامعه هست که درس میده. جامعه کی بالای جامعه هست؟ حکومته. حکومت به جامعه میگه، جامعه به بچه میگه، مادرم جز به این جامعه هست. شما میگی نه، همه ما اشتباه کردیم و تنپرستی به بچه هامون یاد ندادیم و الا اینا روزی که شام خاص بره با میمدن جلو ماشینش میگفتن بچه همون فدای تو. بیا بگو، بیا بشین تو اسکایپ. من به شما از شما خواهش کردم اسکایپتون رو وصل کنی. شما میگی من اسکایپ ندارم. خب نداری الان باید وصلش کنی، یه تلویزیون نگاه کردن امروزت باید یه کمکی بهت کرده باشه، اسکایپتو راه بندازی. حالا من نشستم اینجا، این مردی که میاد بهتون نشون میدم 100 بار زنگ زده، از قبل از برنامه توی آوا داشته زنگ میزده، به اجرالی فوش میده، به آوا فوش میده، به خدا فوش میده، به پیر فوش میده، به رجوی که باید فوش بده، بگه مرد ناحسابی 120 هزار تا رو به کشتن دادی برای چی؟ که بشینی زن بازی کنی؟ احمق با اون فوش نمیده، اونو ستایش میکنه. چیه؟ مجاهد اللهی شده. چرا؟ فکر میکرده یا فکر میکنه که اینها یه وقت پیروز میشن، ممکنه مثل اون عرق خوری که میره عرق میخوره از ترسش دست نماز میگیره میره نماز میکنه. ساعت 3:20 از ساعت 4 بعد از ظهر به وقت واشنگتن، 1 بعد از ظهر به وقت
کالیفرنیا با آقای بابک هروی خبربین خواهیم بود. آقای بابک هروی برنامه هایی رو در رادیوها داره، دیدم که اونجا میترسه، نمیترسه از چیزی، نمیترسه، رعایت میکنه. یا اونها بهش گفتن اسم سربی و تلویزیون مردم رو نیاری، یا لولو سربی. ایشون در رادیوی تگزاس که مال آقای توکلی بوده، براش هم نوشتم این آقای توکلی رادیویش مثل کنفرانس کاله، یه زنگ بزن از آقای حسن رضوی سوال کن. خود من به اینها برنامه فروختم، آوردم دیدم آقای حسن رضوی وایستاده داره فوش میده، شاعری که شعر می‌نویسه شیرهای سنگی داره فوش میده. گفتم آقا چرا فوش میدی؟ شما که شاعری، باید همه چیز رو به نظم. گفت آقا من فکر کردم 4-5 تا مثل همون آقای رادیو فلان ما اینا به عنوان کنفرنس کال استفاده کنیم. در اصل امیدوارم الان بهتر شده باشه. آقای هروی اونجا هم برنامه‌ای رو دارن، زحمت میکشه، بعد این برنامه رو میاد به صورت آدیو میذاره روی نمیدونم کلاود فلان اینا، این کلاود توی ابراست. خب عزیز دلم آقای هروی، شما که 20 سال تو کارهای کامپیوتر بودی، تو بیزینس کامپیوتر موفقی، وبسایت خودت رو داری، مال آدیوی ما رو مقایسه کن با آدیو. من دیروز هر چی کردم این برنامه شما قطع میشه، اعصاب آدم خرد میشه. گفتی ساب کنم تا به اصطلاح لود بشه، ساب کردم بازم میزنی هی قطع وصل میشه. شما قشنگ اینو با یک چیز کوچکتر، اسپید کوچکتر، فرکانس کوچکتر، هرچی که بهش میگی 16, 32, 48 کیلو بیت پر سکند. من اینم اشتباهی وقتم گفتم بیت، حالا معلوم شده بیت دوتاش میشه یه بیت. anyway اینو قشنگ ضبط کن، هر برنامه یه ساعت شما میشه 3 یا 4 مگابایت. اینو بذاری توی هر یه ماه پاکش کن اگه میخوای جا هم نگیره. ضمن این روزا که ارزونه این چیزا، چی بهش میگن اینا که هست میکنن وبسایت و اینا رو، مثلا شما یه سال میخری نمیدونم 5 گیگابایت نمیدونم 10 گیگابایت 70-80 دلار. در صورت ساعت 4، خلاصه کلام این که ساعت 4 با این آقا خواهیم بود. بازم از اون دوست عزیزی که میشینه با تمام این مشکلات برنامه اجداری رو نگاه میکنه، با تمام این مشکلات برنامه آوا رو نگاه میکنه، با تمام این مشکلات برنامه من رو نگاه میکنه، ممنونم. چرا؟ اقلا مثل اونای دیگه خودش رو مثل اسب عصاری نبرسه به یه تلویزیون. حالا اگه تلویزیون پادشاهی ایران آریایی، اگه تلویزیون مجاهدان سیمای آزاد، همه شون هم چیزایی که میگن دروغ. یه عزیزم صحبت اسکایپ را بنداز، شما که با کامپیوتر اینا شما پیشرفته هستید دیگه، شما مجاهدین باید پیشرفتگان باشید. حالا میدونم باز مجاهده میگم آقا این حرومزاده مأمور جمهوری اسلامیه میاد اینجا میگه من مجاهدم. خب من حرف اونا رو قبول کنم که مجاهدن که میگم به تو حرامزاده، یا حرف تو رو قبول کنم که تو میگی من مجاهدم؟ تا موقعی که بیای جلو اون میاد. علی گفتی شما حرومزاده هستی مأمور جمهوری اسلامی، مردار گفته شما حرومزاده هستی مأمور جمهوری اسلامی، آقای فیلابی وقتی پیام‌ها رو یه چند تاش برای این فرستادم نوشتم که تقدیم به آقای فیلابی و آقای رجبی، امیدوارم اینها از خودشون شروع کنن. خانم نیه، من فقط به شما که طرفدار پادشاهی هستی نمیگم آموزش و پرورش، به مجاهدم میگم پرورش باید داشته باشید. آقا شما باید به بچه‌هایی که اومدن هوادار شدن اینا رو آموزش میخوای چی بدی؟ اصلاً یکی دیگه نداری. پرورش حالا موقعش هست بهش میگه آقا اومدی تو اروپا، اومدی تو آمریکا، حرفتو بزن، کاری به دیگران نداشته باش، مچ پای اینو اونو نگی، فوش نده، مثل آدم یه بار پیام بذار، اونم وقتی که یه برنامه رو از اول تا آخر نگاه کردی بیا بگو بهزاد علی شاهی اینجا به جایی که بگه من گفته من این اشتباهش بوده. بعد مردم نگاه میکنن میگن آقا عجب این آقای بهزاد علی شاهی آدم بیخودیه، و این آقا این اصلا ببخشید یکی کی بود گفت این باسن آسمون باز شده ایشون افتاده پایین، این آقا اصلا این مادرش نزاییدتش. چرا میترسی؟ از چی میترسی؟ از من؟ بی آزارترین شما منم که نشستم اینجا امروز اینجا اصلا، فردا دارم توی استودیوی ویدیو میگیرم یا اینجا نشستم دارم یک کار ویدیو میکنم. تا از اونی که باید بترسی،
از اونی که باید وحشت داشته باشی در مقابل اون باید جبهه بگیری فرار کردی، خب واقعا هم میترسی اومدی اینجا اشتباه کردی، مثل اینکه افسار رو ببندی به ته یابو بشینی روش پا بذاری به شکمش، خب این تا حرکت کرد تو با صورت میفتی زمین، افسار رو بستی ته یابو. بله آقای حبیب الله عسکر اولادی سیاستمدار سرشناس جناح محافظه‌کارم در گذشت و گویا قلبش هم عوض کرده بودن یا جراحی های دیگه کرده بودن اینها و ریجکت میکنه اون چیز. آموز پرورش یادتون نره، خانواده، اجتماع، دولت، چه کسی مسئول است؟ شما به من بگو. من فکر میکنم که ستاشون اول با خانواده شروع میشه، بعد اونو میده تحویل اجتماع، دولت همین جوری باید آموزش بده. شما تو آلمان هستی؟ الان از یه ماه دیگه تو آلمان فیلم بهت نشون میده، میگه که اگه ماشینت تو برف گیر کرد این فلورمت زیر پای ماشین رو وردار بیا بنداز زیر لاستیکه، همیشه یکم شن و نمک با خودتون داشته باشید، همیشه این چیزایی هست که گربه ها میرن توش پوپو میکنن، آها یه خورده تو ماشینتون داشته باشید، چون اینا رو وقتی میریزی بعد ماشین ترکشن پیدا میکنه میاد بیرون. اینا آموزش یاد میده. حالا شما به من بگو آلمانی رانندگیش بهتره یا ایرانی؟ البته ایرانی. مگه شما نمیدونی ما وقتی اومدیم هر کدومون دنیا اومدیم یه مرسدس بنز از فلان مادرمون آمد، آلمانی رانندگیش بهتره، ولی به اون آموزش و پرورش آموزش دادن، حالا هم همینجوری میپرورانش تا موقعی که بذارنش تو تابوت. ما فکر کردیم آموزشمون دادن، ولمون کردن تو جنگل مولا، گفتن برو کلا به سر خانم نیه، نیه تو برو هر چی اونو کن، همینجوری همون هم میان اونجا. شما بیان یه کنسرت ببین چه همه فکل کراوات افاده ها طبق طبق سگا به دورش واقعا نه درست میگم. خب خیلی چیزا براتون گذاشتم، بریم توی اینی و 27. خدایا ما باید هر روز برنامه بذاریم. گفتم که پولم نمیدین که ما هر روز بیایم اینجا. اون بیچارم که هر روز میاد میشینه فکر کرد همون اوائل بود چیز شد، همون اوائل که تلویزیون باز کرد خورد به این برنامه انتخابات تو ایران، بعد طرف از این ور اون ور چپ و راست فول پول میفرستاد اینا، این فکر کرد آقا عجب تا حالا باز نکرده، عجب اشتباه بزرگی کرده. بعد شورا که افتاد دید نه آقا خودش مونده تو صحرای کربلا و سر از تن جدا شده. حمایت سندیکاهای کارگری انگلیسی از کارگران سندیکاهای ایرانی، سازمان یا کودیر یا کودیور نمیدونم در انگلیس با انتشار یک بیانیه در عصر روز پنجشنبه گذشته 9 آبان از نامه خانواده رضا شهابی در رابطه با خواست آزادی این سندیکا لیست مقاوم سندیکالیست، یعنی لابد کسی که عضو سندیکاست، مقاوم حمایت و مقاوم حمایت و خواهان گسترش مبارزه سندیکاها برای آزادی فوری او شد. شما فکر میکنید اینها اثر داره؟ اون آقای اصلانی بنده خدا آمد بیرون، بعد داداشش دیدین تو زندان کشتنشو، هیچ خبری هم نشد، آب از آبم تکون نخورد. دوستان گرامی به همراه آدرس بخش سوم، به همراه آدرس بخش سوم مقاله نقد کتاب امنیت ملی و نظام اقتصادی ایران در نشریه گویا و مصاحبه با نشریه را راه دیگر با نشریه راه دیگر در مورد جمعیت 150 میلیونی خواسته خامنه ای، همچنین به پیوست مقاله روشنفکران و دستاوردهایشان در نشریه یا باران یا یاران، شادمان می شوم که مرا از نظریات خیش مطلع کنید. شادکام باشید آقای حسن مکارمی. دوستان تماس بگیرید با مردم، ببینید چند نفر می خونن اینا رو. نوشتن خوبه، بنویسید بذارید 10 تا 5 تا 100 تا 1000 تا بخونن، ولی ایرانی ها آخوند شما دیدید نامه بنویسه؟ حرف میزنه. چرا؟ ایرانی دوست داره حرف بشنوه. شما از آخوندم عقبترید،
من این آقای حسن مکارمی رو نمیشناسم، کلن میگم استادمون آقای کاظم رنجبند، آقای بها، آقای ایکس ایگره، همه ماشاءالله دکتر، همه متخصص، همه می نویسن. چی می خونه؟ شما می خونی؟ من می خونم. یه نگاهی به همدیگه می کنیم، کی بود کی بود؟ دستم بود. خب اینم از این. یک سر سوزن حیا، دوباره آقای حالو توی اون جلسه وایستدن دو شعر خوندن در رابطه با کوه شاه یا شاه کوه. من یادم سالها پیش با یه خانمی مصاحبه کردم که ایشون داشت یه سرویس اینترنتی خیلی قوی تو ایران را مینداخت، اگه اشتباه نکنم اسم شاه کوه بود ولی در کرمان نبود. خلاصه این آقای حالو شعر میگن: آنان که کوه را به طمع جا به جا کنن، آیا بود که یک سر سوزن حیا کنن؟ ایشون توی اون ویدیوی خوبشون توضیح میدن که رفتن کرمان و دیدن چه بلایی به سر این کوه میاد. سوال من اینه، اولا ایشون رشته زمینشناسی خونده، ایشون رشته معدن خونده، بلده. بعد دوست عزیز، الان تو آمریکا اینجا بهش میگن فرکشن، یه روش جدیدی آوردن برای کشف استخراج گاز و نفت از آمریکا که خیلی اینجا بحث انگیزه. ولی اون کسی که میاد صحبت میکنه یه هفته نه هفته مهمونی برده باشنش، شما از تو هر خیابونی رد میشه ایرانی میگه وقتی ما اومدیم اینجا همه جنگل بود. یعنی حتی با شهر و گسترش شهری آمریکا هم ما مخالفیم. همین که دیگه من اومدم اینجا نزدیک شهر، دیگه اون درختار رو نگه داری، نداری کسی دیگه بیاد. آقای حالو، شما تو اون جلسه‌ای که میرید، اگر آخوندا پول قند و چاییتون و پول اون جلسه رو نمیدن، باور کنید یه کسی که نزدیک آخوندا هست بهتون میدن. شما این کاری که دارید میکنید، اینا این فیلم ها رو میگیرن، هر کی گفت تو ایران آزادی نیست میگن آقا بفهم این آقای حالو، تازه این حالوی ماست اینقدر حرف میزنه. اونایی که دیگه آلبالو هستن ببین چیه. اون آقای رئیس دانا رو میندازن زندان، اون آقا رو میندازن زندان، اون رو میندازن زندان، اون رو میندازن زندان. چرا این وسط شما رو میذارن حرف بزنی؟ آقای محمد نوریزاد رو میذارن حرف بزنی که اگه آقای شهید گفت من میخوام برم ایران، بگن برو بابا ویزام بهت نمیدیم، برو مرد حسابی، هیچ جا پیدا نمیشه به این آزادی. ده به این آزادی. ببین چند تا فیلم ساخته آقای نوریزاد، اصلا ما حرفی زدیم؟ ببین چند تا روزانه مصاحبه میکنه، ما حرفش زدیم؟ ببین چند تا جلسه سرسال ستار بهشتی و این و اون و اون رفته. کارمون خیلی خرابه و دوستانم با هیجان این رو میفرستن، تعجب میکنم. آقای ذوالفقاری اینو برای من فرستاده، میگم آقای ذوالفقاری شما همین جایی که هستی در سان فرانسیسکو، برید رو اینترنت یه عکسی نگاه کنید از 10 سال پیش، ببینید این کوه ها و تپه ها و خیابونها. من 2004 یه بار اومدم، بعد پارسال یه بار اومدم، اصلا همون سان فرانسیسکو برای من قابل چیز نبود. همینجا 53 تا پل ساختن توی این یه منطقه بود بهش میگفتن اسپاگتی، مثل ماکارونی که قفل میشه اینجوری تو هم، این جاده اینجوری بود. از که میمدی اگر خدا میخواست و قضای از دور نمیمد و تصادف نمیکردی، یه ساعت اینجا میگذشت، طول میکشید. بعضی ها چنان بد شده بود که میرفتن هپی آور، میرفتن مشروب میخوردن تا ترافیک ساکت بشه بره. آقا 53 تا پل زدن. شاعر نمیاد شعر بگه آنان که کوه را به نظر کیمیا کنن، آیا شود که رحمی به این جاده ها کنن؟ وظیفه اون نیست. چی میخواین بگین؟ هر کاری میکنن شما یک توی شعری میگید، یا من خولم یا دوتام. خب این هم از این. یه بار دیگه راجع به این دیویدی آقای، این دیویدی که 120 دقیقه است، بعد از برنامه آقای بابک هروی براتون پخش میکنم. این 9 تا دیویدی که مجموعه 9 تا برنامه تلویزیون اندیشه است که با شرکت آقای حمید میرزا آسی، آقای حسن فیروزی و آقای عرفان ثابتی
بوده و مجری اون برنامه یا میزبان اونم آقای فرامرز فروزنده بوده، اون رو هم اگه خواستید میتونید هم یه پولی بدید که پول چی میگم پستش در بیاد براتون میفرستن. چی بگم والا، اینم از این ماجرا. بریم سراغ فایل و فولدر ببینیم دنیا دست کیست. تفاوت عقاب و طوطی. پس از استقلال هندوستان، محمد علی جناح که در مسیر انقلاب در کنار مهاتما گاندی و جواهرلال نهرو قرار داشت، پا در یک کفش کرد که مسلمانان هند باید سرزمین مستقلی داشته باشند. هرچی گاندی تلاش کرد او را قانع کند که هند یک کشور متحد بماند و مسلمانان نیز در کنار سایر اقوام و مذاهب در مدیریت هند نقش داشته باشند، مثل همین الانش محمد علی جناح نپذیرفت و بالاخره ایالت‌های مسلمان نشین هند تجزیه شدند و بنگلادش و پاکستان را به وجود آوردند. قصه پاکستان اما داستانی است شنیدنی. مسلمانان که هندوها را نجس می‌دانستند، سرزمین جدید و مستقل خود را پاکستان که چرکستان واقعا. پاکستان اولین کشوری بود که حکومت آن جمهوری اسلامی نام گرفت. به به. پس از پاکستان به ترتیب نیجریه یا نیجریه و ایران و افغانستان جمهوری اسلامی نام گرفتند. دوستانی همون افغانستانی که آقای جورج بوش دموکراسی با اسلحه کرد تو شاه، این همون افغانستان. هندوستان اما با جمعیتی چند مذهبی به ترتیب جمعیتی هندو، مسلمان، جین، بودایی، مسیحی، سیک صاحب حکومتی سکولار شد. هندوستان سکولار امروز جزو نمونه های موفق دموکراسی در جهان است و سال گذشته میلادی در کنار برزیل بالاترین نمره رشد اقتصادی را به خود اختصاص داد. از آن سو جمهوری اسلامی پاکستان نمونه ای از عدم تحمل، عدم مداراست، کودتا پشت کودتا، ترور پشت ترور صحنه های سیاست پاکستان را پر کرده است. ضیاءالحق ذوالفقار علی بوتو را اعدام کرد. حکومت نظامی ضیاءالحق با ترور شدن ضیاءالحق پایان گرفت. پرویز مشرف با کودتای نظامی نواز شریف را ساقط کرد و خودش با کودتای دیگر به تبعید رفت. بی‌نظیر بوتو چند روز پیش از انتخابات ترور شد و در صحنه اقتصادی نیز پاکستان وضعیت بهتری ندارد. در سیل اخیر پاکستان اگر نهادهای بین المللی و دولتهای خارجی به کمک پاکستان نمی شتافتند، دولت پاکستان توان مدیریت اوضاع را به هیچ وجه نداشت. پاکستان کشور پاک ها، پیشتاز، تقلب صنعتی است. در شهر صنعتی پاکستان اجناسی با مارکهای معروف دنیا تولید می شود. علاوه بر این پاکستان پیشتاز، پیشتاز تقلب سیاسی است. طالبان را تقویت می کند و از جامعه جهانی از آمریکا گرفته تا ایران کمک مالی می گیرد تا طالبان را سرکوب کند. این سرایه کشوری است که وجه تمایز خود را از سرزمین مادریش مذهب می داند. حالا من تا اینجاش خوندم، خیلی هم اطلاعات گرفتم. از ناشر این مقاله، از نویسنده این مقاله متشکرم. معمولا همه هم بی اسمند. شما ناراحت نباش که قایم میشی پشت تلفن، اون یکی ناراحت نباشه که حاضر نیست بیاد توی تلویزیون صحبت کنه. همه تون بی اسمید، همه تون بی صورتید، امیدوارم بی سیرت نباشید. اوکی؟ زیرش و عشقی نشته توتی صحبت میکند اما اسیر قفس است. عقاب سکوت میکند و دارای اراده پرواز. من نمیدونم این شعارا ما رو کجا میخواد ببرن. هممون شعارایی هم میدیم که عمل اصلا ازش خبری نیست. بیان واقعیت تلخ، این را آقای آریانپور ارسال کردن، از ایشون ممنونم. بیان واقعیت تلخ، من کاری به این ندارم که برداشت زیر حقیقی است و یا نوشته‌ای ساختگی. انتقادی است بسیار بجا و تکان دهنده. امیدوارم این نظر را با تمام دوستان و آشنایان چه در ایران و چه در خارج از ایران بفرستید. آگاهی و دانش از این پیغام برای همه ما بسیار مفید است. متشکرم. استاد ایران دوست آلمانی، من این را قبلا هم خوندم، میگه که شما ایرانی ها همیشه به تاریختان مینازید بی آنکه پاسخگوی امروزتان باشید.
این مطلب جالب و تأمل برانگیز رو جایی خوندم و عیناً اینجا گذاشتم. به نظرم حرفای این استاد حقیقته. نظر شما چیه؟ امروز یک استاد آلمانی که بیش از 70 سال عمر دارد مرا زیادی به فکر انداخت. میگوید پیش از انقلاب بسیار به ایران سفر کرده است و بعد از انقلاب یک بار که اون هم برای همیشهش بحث بوده. شیفته عمر خیام، حافظ و اصفهان و طبیعت کردستان است. امروز بعد از ساعتی حرف از خاورمیانه و اعراب و تاریخ و پرسپولیس شد و بالاخره رو به من و عصبانیت‌هایم نسبت به اعراب گفت: شما ایرانی‌ها همیشه به تاریختان میبالید و این واقعا حق شماست، اما هرگز با هیچ کدام از شما آشنا نشدم که برای یک بار هم که شده از خودتان حرف بزنید و بگویید حداقل در همین 100 سال اخیر چه کرده اید. من آنم که رستم بود پادشاه، رستم بود پهلوان. رستم چه کار کرد؟ بچه‌شو کشت. همیشه از حمله اعراب حرف میزنید و گویی همین دیروز اتفاق افتاده و طی این 1400 سال دست و پای ما برای تغییر بسته بوده. اگرچه یادتان می رود اینطور نبوده. همینجا که اینو نوشته آقای آریانپور، من به شما میگم که این مقاله استاد آلمانی نبوده و یه ایرانی اینجوری نوشته. دلیلش هم اینه که ما تا یه خارجی یه چی بگه توجهمون بیشتر میشه. همین نوشته می نوشته 1400 دست و پای ما، یعنی خودش نوشته. اون استاده باید میگه دست پای شما بسته بوده و نتونستید. اگرچه یادتان میرود، ببین یه بار میشه سوم شخص، یه بار میشه اول شخص و قاطی کرده نویسنده. ابنه کمی با اوضاع خودتان چه قبل از انقلاب رضاخان، چه قبل از انقلاب خمینی و چه حالا نگاه کنید، هرگز راضی نیستید. بالاخره کی میخواهید از خودتان حرفی بزنید؟ میگفت پیش از انقلاب که به ایران میمادم همه به نظر خوشبخت میرسیدن و این را میشد حداقل از سر و وضع خانه زندگی و اینا. این دانش آموز تو آلمان، این دانشجو باید سوال میکرد آقا شما ایران که میمدی کجا اقامت میکردی؟ استاد دانشگاهی که میومد در کوی حبیب الله خان و اینا در باغ ارم، اونجا خونه بهش میدادن، توی دانشگاه شیرازم درس میداد، اینجا تپه تلویزیونه، اینجا باقیرمه، اینجا فلانه، این حق نداره درباره ایران صحبت کنه. این نمیدونه گود عربان کجاست، نمیدونه سر تل علفا کجاست، نمیدونه فلکه مصدق کجاست، نمیدونه خیابون آسونه کجاست. شما باید یقه اینو میگرفتی، بهش میگفتی که ببین شما هر چی میگی درست، ولی شما اومدی اونجا، اولا چون خارجی بودی، همین ما ایرانی های احمق، سرت مثل نمیدونم سر تاج شاه، دومت مثل خروس رنگارنگه، هی قربون صدقت میکردی. شما اونجا هر شب این مرور مهمون بودی، همه پولایی رو که بهت حقوق چندین برابر میدادن پس انداز کردی اومدی آلمان، حالا هم تازه میخوای به ما فخر بفروشی، اونم آلمانی که از نژاد پرستی و از چی ما میدونیم چقدر وضعش خراب. بله نوشته ها خوبه، برای همم بفرستیم خوبه، ولی یه جا هم باید اون همیت قسمتی، اونایی که ارتش بودن میدونن. در صورت اعراب امروز در دنیا ولی باز هم همه ناراضی از شاه بد میگفتن. استاد آلمانی تو ایران بوده، مردم همه ناراضی از شاه بد میگفتن. پس فلسطینی ها نبودن انقلاب کردن، درسته؟ آها درسته. یکی به من بگفت سوربی به خدا تو عمرتو اینجا بی خود داری میگذرونی، تو با بری وکالت بخونی. این استاد آلمانی میگه همه مردم خوشحال بودن همون محله‌ای که بوده، بعد میگه همه هم از شاه بد میگفتن، پس فلسطینی در کار نبوده. آقای عطابکی بشین برنامه سوربی رو نگاه کن، شاید یه چیزی یاد بگیری. اگه یاد بگیری اولین کاری که نخواهی کرد اینه که بیای رئیس جمهور ایران بشی. دوستان هر کدومتون امروز فکر کنید خوابیدید صبح بلند شدید بهتون گفتن رئیس جمهور ایران هستید، چه غلطی میخواییم بکنیم با این مملکت خراب؟ چی کار میخواییم بکنیم؟ سر 72 تا گروه داخلش بازه. از این هوادار مجاهد به اصطلاح، یا به قول آقای فیلاوی این حرامزاده ای که تظاهر میکنه هوادار مجاهده و مأمور جمهوری اسلامیه، تا جمهوری اسلامی، تا طرفدارای جمهوری اسلامی، تا چه کار میخواین بکنید؟ از کجاش میخواین شروع کنید؟
بله. خلاصه بعد از انقلاب که آمدم اثرات مخرب جنگ را دیدم و نمیتوانستم درک کنم چرا دست به کار ساختن نمیشم. کجا رفتی در زمان بعد از جنگ؟ رفتی خرمشهر آبادان یا اومدی تهران؟ دیدی خوزستانی ها آمدن تهران، حالا شلوغتر شده، حالا دیگه مثل دوره شاه بهت نمیرسن. اینا رو باید از میپرسیدی قبل از اینکه این مقاله طولانی رو بنویسی. تحقیق بنویس. همینجوری اون گفت سر کلاس و شما عصبانی بودی، نباید یه دفعه اینجوری پنچر بشی. کارگاه پنچرگیری یا پنچر کنی ساعت 4 شروع میشه، خبر بین. ایشون بعد از انقلاب، بعد از جنگ یا در زمان جنگ رفته، دیده مخرب و همه جا خراب شدن و چرا نمیسازن؟ آلمان چند سال طول کشته تا ساختنش؟ بعد تازه آلمان زد داغون کرد جاهای دیگر رو. اینجا جزء داغون شده است. اون کشورهایی که داغون شدن آیا دیگه هرگز تونستن برگردن به جای اولش؟ خب بله. چرا دست به کار ساختن نمیشوی؟ یکی بگه به تو مربوط نیست. برایت متاسفم دوست عزیز که نمیتوانم در این زمینه همراهت شوم. تو را نمیگویم، ولی این عقاید نجات پرستانه درباره اعراب را بسیار شنیدم. اعراب امروز در دنیا پیشرفته تر، آبرودارتر، دوستتر، همراهتر، موفقتر. این حرفا چیه؟ مزخرفات چیه؟ تا بگی اصلا واسه احنا میگی وایستا کنار. اگرم جایی بهشون میگن بفرمایید کیف گوچی و فلان اینا بخرید، به خاطر پولشونه. همین اشتباهی که به ما دست داده بود قبل از انقلاب. فکر کردن اگه انگلستان بدون ویزا میگه برو، برای که من میدونی فرزند کوروشم. اصلا این عکسامو که دیدن گفتن خود ما باز کردیم، این نور فرزند کوروش چشم ما رو زده، ما دیگه نمیتونیم ویزا بدیم، بسیم برو. میخواستن جنسای کهنه بعد از کریسمس رو قالب کنن به شمایی که نمیدونم زن این کارمند بودی، زن اون سرهنگ بودی، زن اون تیمسار بودی، زن اون نوکر دولت بودی، زن نمیدونم هر کی بودی، بعدا شما بیای اونجا پوز بدی وسط تابستون که شیرازی ها میگن خر کتو میکنه، یعنی از بس گرمشه تیز کلنگ میندازه که این پالونش چیز بشه. ما میدینیم تو ایران یه مدام مهمونی میذاشن طرف پالتو پوز پوشیده. اینجا یه دفعه ویتنیستون خدا بیامرزش فوت شد، اومد توی شامی بود برای آقای جورج بوش پدر، منم اونجا کار میکردم، عکس میگرفتم فیلم میگرفتم، با پالتو پوست آمده بود تو ماه جولای توی واشنگتن. اینجا مثل فصل خرماپزون هست سعید، توی خرمشهر جولای و آگست اینجوریه، فصل خرماپزونه. البته یکی از کارکنا با صدای بلند به صورت طعنه گفت جولای اند نمیدونم چی میگم به پالتو پوست، مینک یا فر یا هم چیزی. میدونی چی کار کرد ویتنیستون هم چرخید یه اینجوری کرد، زیرش تقریبا لخت بود، یه شورت خیلی کوچیک از این چیزا هم بهش آویزون بود با یه کرست، یعنی هیچ چیزی. اینم مثل جواهر بود، اگه باز میشد اینا بهش چی آویزون بود چیز میشد، نور میافتاد توش خیلی قشنگ. این ماجرای ما بوده. بله، شما اگر نخبه باشید فراری میشوید، اگر بی پول باشید جنایتکار میشوید. غلط کرده اون آقایی که از لاس وگاس پیغام گذاشته بود، گفت من اینجا گرسنگی خوردم، بی پول بودم، هیچ وقت حاضر نشدم یه کار خطا بکنم. اون وقت شما نشستی اونجا، این آقا به شما بگه شما جنایتکار میشین؟ چند تا ایرانی جنایتکار شده از بی پولی؟ این مزخرفات چیه؟ اگر معمولی باشید سکوت کنندگان بزرگ، اگر بی سواد باشید دیندار و انقلابی، و اگر ثروتمند باشید فراری از هویت واقعیتان هستید. وقتی از اینکه اعراب پررویی میکنن و سن کشورشان به سن پدر بزرگی من قد نمیدهد حرف زدم، گفت در جلسه بودم که استاد جغرافیایی اهل پرتغال میخواست درباره هویت اصلی اعراب حوزه خلیج فارس صحبت کند. در میان حرفهایش میگوید آنها 70 سال پیش وجود نداشتند. ناگهان همه اعضای جلسه استاد جغرافیا را به سکوت وامیدارن و میگویند اتفاقا همین نکته قوت است و نشان دهنده این که اعرابی که وجود نداشتند امروز سرمایه های غرب را به هر شکل ممکن به سمت خودشان جذب میکنند. آقا این استادو باید یه دونه پالون براش بخری،
یه دونه افسارم براش بخریم. این احمق نمیفهمه این تمام ثروتای عربا دوباره بر میگرده دست اینایی که پوله رو میدن بهشون. عربه کجا پولش رو نگه میداره؟ در بانک ملی عربستان سعودی؟ نه، احمق پوله رو میذاره تو بانکای آمریکایی، بانکای سوئیس. اگر این استاده هنوز زنده است بگید لطفا زنگ بزنه با تلویزیون ما، باهاش تماس بگیریم و یک لیف و صابون بزنید. به یکی از دوستان گفتم که آقا یا خانم این کامپیوتر شما باید هفته یک بار لیف و صابون بهش بزنید. نوشتون من نمیفهمم رابطه کامپیوتر با حمام و لیف و صابون چیه. گفتم بابا جون این ضرب المثله. میگن مثلا طرف ایام عید بود خونش رو لیف و صابون زده بود، اما خونه تکونی که میگن تمیز کردن ماشینش رو لیف و صابون زده بود. بعد از اون ورم استفاده میکنن، میگه آقا فلانی با فلانی دعوا شد، یک لیف و صابونی بهش زد، یعنی تمیز شستش و رفتش و گذاشتش کنار. 3:51 دقیقه است. اجازه بدید ازتون خداحافظی کنم. برنامه های نوین تیوی، بهایی ویو، آیین بهایی، نوین تیوی، آقای دکتر محیط، و دو سه تا فیلمو براتون میذارم. یکیش ماجرای دخالت ایران در اسرائیل که من اصلا سورپرایز نشدم، یکیش همین ماجرای فیلم آقای چیز رو واقعا به دقت نگاه کنید، آقای حسن فیروزی رو، و یکیش هم اون تاریخ شفاهی رو. بله میدونم آخوندها پول دادن به آقای دهباشی، حسن یا حسین دهباشی، اینم رفته با یه گروهی این فیلم رو پر کرده، ولی آقای شجاع‌الدین شفا رو که اصلا نذاشتن رو کلش رو فرانسه، ایشون اومده. شجاع‌الدین شفا کیه؟ ببینید کی بوده. توی دفتر خانم فرح کار میکرده، نوشته مینوشته برای شاه و فلان اینا. دو سه سال پیشم فوت شد که من بارها تو برنامه گفتم یکی بپرسه از آقای شجاع‌الدین شفا آقا این اسلامی که اینجوری شما رو اذیت و آزار کرد، شما که جوان نیستی، چقدر 90 سالت، 35 سال پیش 65 سالت بوده، ببخشید 55 سالت بوده، چی گفتی اون موقع زمان شاه؟ شما بلند شدی رفتی حج با آقای شاه؟ اینجاست که اون دوستمون، امیدوارم این یه آقای دکتری هست به زودی برنامه بذاره در تلویزیون مردم، اون با من مخالفه ولی میگه آقا من از این مرام تو خوشم میاد. میگه اون احمقی که میخواست برای من ویدیو بگیره تا اسم تو رو شنید، اصلا انگار که آتیش ریختن روش، گفت من اصلا شگفت زده شدم که خدایا یعنی میشه توی کالیفرنیا یه احمق اینجوری وجود داشته باشه؟ گفتم بله میشه. 3:53 دقیقه است. ازتون خداحافظی میکنم. چهارشنبه امروز تموم میشه با برنامه آقای هروی و ویدیوهای خوبی که براتون میذارم، آقای حسن فیروزی، ویدیوهای نوین تیوی، ویدیوهای باهای ویو. شما هم اگر برنامه‌ای رو دوست دارید میتونید با اونا تماس بگیرید، ازشون خواهش کنید توی تلویزیون مردم برنامه‌هاشون رو پخش کنن، بهشون بگید آقا شما 300-400 دلار میدی یک ساعت یک بارم بازپخش، توی این تلویزیون 100 دلار که میدی یک هفته هر روز پخش میشه. این کانون آواز زبل دیگه، آمده چنان ضربه‌ای زده به اینها که ببینید، براتون میفرستم دوستان که این طرف چند بار زنگ زده، عکسشو میگیرم با ساعتاش روز جمعه بهتون نشون میدم. ببینید چه آتشی به جان این زده که این اصلا دیگه تحمل نشستن رو صندلی رو نداره. مرسی از یکایک شما عزیزان، ممنونم. دوستان وقتی میخوام با یه تلویزیون تماس بگیرید ببینید چی گفته طرف، برگردید دوباره بشنوید، اگه کاملا مطمئن نیستید اون تماس رو صرف نظر کنید، برنامه بعدی کاغذ قلم خودکار ضبط صوت بشینید اونجا گوش بدید. من دیروز رفتم یه چیز جدید خریدم، چون از چند مدت پیش به این وقت خب هی کاغذها رو یه متنی که میبینم مینویسم، حالا دیگه اون تو جیبمه، خیلی کوچیکه، اینقدر فشار میدم مثل این وکیلا و اینا، هی میگم مثلا مسئله عسکر اولادی، مسئله زنان در فلان جا، راهپیمایی این اینا رو بعد اینجا میام میشینم میارم رو چیز. ما باید سیستماتیک یاد بگیریم با چی کار کنیم. کشور ما سیستماتیک نبود، این آخوندا سیستماتیک حمله کردن، سیستماتیک هم میبینید دارن پدرمونو در میارن. ما هم افتادیم به جون هم. چرا آقا به آقای اجلالی برنامه میدی؟ احمق. FPA Fairfax Public Access با آقای اجلالی توی آمریکا 10 مایلی کاخ سفید برنامه میده.
این برنامه‌شو از اینجا که پخش می‌کنه می‌بره اونجا، دیویدیشو می‌بره اونجا نشون میده. خدا نگهدار، با امید دیدار یکایک شما در برنامه‌های ایرانی در همین تلویزیون و تلویزیون‌های دیگه. روز و روزگار بر شما خوش. مرسی.